بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و از اینکه در خدمتتون هستم. خداوند بزرگ شاکرم. دیگه نمیشه گفت صبح بخیر چون دیگه نزدیک ظهره. حالا روزتون بخیر. بحثی که موضوعی که انتخاب فرمودم اگر من مصدق شما باشم وقتتون رو بگیرم، موضوع خیلی مهمیه چون همه ما درگیرشیم در هر حال، حتی مجردها هم انشاءالله تو آینده درگیرش میشن. خیلی مهمه. حداقلش اینه که اگر شما یک نگاه عقلانی داشته باشید، دوست ندارید توی خانوادتون تنش بشه، دوست ندارید هر روز دعوا باشه، هر روز اذیت باشه، هر روز آسیب باشه، خودتون رو خسته میکن. من دیشب به عنوان حکم برای دعوای خانوادگی رفته بودم تا ساعت 1:30 نصف شب. صبح که از خواب بیدار شدم بیام اینجا، واقعا دیدم مثلا نمیتونم بلند شم، انقدر این حرفای عجیب غریب و غیر عقلانی و غیر منطقی شنیدم. بعد میدم خب این بنده خدایی که حالا من دارم باش صحبت میکنم اصلا چیزی تحت عنوان منطق رو متوجه نمیشه، یعنی حرف خودش رو میزنم. بعد با خودم گفتم که چقدر بد ما آموزش نمیبینیم. اگر درست آموزش می‌دیدیم الان این روزگار رو نداشتیم. متاسفانه که کلا تو کشور ما، الان هم داشتم خدمتی از عزیزان عرض می‌کردم، چیزی تحت عنوان آموزش اصلا دیده نشده. آموزش حرفه‌ای برای زیستن، مهارت‌های لازم برای زندگی کردن اصلا دیده نشده. شما تو هر کاری وارد میشی، آقا میگه پیشگوشتی اینه، کلیس اینه، آچار اینه، چه می‌دونم، بالاخره باید ابزارشو بشناسی. چطور برای زندگی کردن با یک انسان ما نه آموزش می‌دیم برای ازدواج، نه خدا ما یه انسان هدیه می‌کنه، نمی‌دونیم چطور تربیت کنیم هر کی با سلیقه خودش. شما همه شما عزیزان اسمای شما سلیقه پدر مادرتون، همه من و شما اسمامون سلیقه پدر مادرمون، تربیتمون هم همینه و این خیلی مهمه. پس حداقلش گفتم چی؟ توی نگاه حداقلی اینه که شما باید توی خانواده زندگی کنید که تنش نداشته باشید. و فرزندم از اونجایی که شما علاقه بهش دارید، این مثال ما ایرونی‌ها اینه که این توف سربالاست، نمیتونی بگی خوش اومدی، مثلا جگرگوشته. یه بند خدایی رو من میشناختم، ایشون بند خدا هنوزم این مشکلات رو داره، 3 بار سکته کرده، 2 بار قلبی، 1 بار مغزی، یادم شاید برعکس نمیدونم. بعد میگفتم چطور اینجوری شما؟ میگو همش تفسیر هم. من پسرش رو شدم. گفتم من این آمار 3 بار سر چلنجی که با این داشتم، کشمکشی که با این داشتم، سر با هم سر هم سکتی کرد. بعد برام جالب، قاتلش تو خونه داشت جلوش میچرخید، اما دوست داشت قاتلشو. این عجیب تر بود برای من. میگو نمیتونم. معتاد شده به کراک. بعد من اولین بار که سکته کردم تو در خونه‌مون بود. وقتی اومدم دیدم بیرون تو کوچه تو پیاده رو افتاده رو زمین. بعد مردم دارن ردش نگاهش میکنم، یه بچه فلانی ها. میگم چرا باید این اتفاق بیفته؟ بعد یه جاهای شما والا کسایی که مثلا زندگی غربی‌ها رو دارن نگاه میکنن، بابا اون طرف دین نداری، با عقل که داشته باش. برای خودت بهتره. یه زمان ما گفتیم آقا مثلا بچه طلاق، بچه طلاق، بچه طلاق. یعنی چی؟ یعنی که اون توی خانواده بزرگ شده، پس داریم بچه اون بستر اون خانواده داریم تو مد نظر قرار میده. یه نگاه هایی داشتیم میگفتیم که آقا این بچه همه جور فحش و دعوا اینجور چیزها رو تحمل بکنه، چون بده پدر مادر از هم طلاق بگیرن. اون بچه اصلا روانی میشد، یه خونه پرتنش بزرگ میشد. خب این اشتباه بود. این نگاه هم غلطه که ما آدمایی داریم تربیت میکنیم و داریم تربیت میشیم که اصلا چیزی تحت عنوان توافق نمیفهمن. ببینید ما خیلی وقتا شما میگم برای ازدواج تفاهم مهمه، ولی یعنی هم یه بفهمن از تفاهم مهمتر بالا بالا توافقه. یعنی من یاد بگیرم و طرف مقابلم وقتی یک اختلاف نظر داریم، یه قدم من میام جلوتر، یه قدم اون میاد جلوتر، در مجموع 2 قدم به هم نزدیک شدیم. یه تنابی رو 2 نفر از دو طرف کشیدن دارن
دارم میکشم. معلوم پاره میشه. یه نفر بگه من نمیکشم، بازم پاره میشه. تو ول کنی تا پاره نشه. اینا اصلا جا نیافتاده، آموزش ندیده. ما دخترمون نمیدونه که اگه یه روز یه نفر تو خیابون مطلقی بهت گفت چیکار کنی. بعد دیگه عمت خواهر مادر خودته، بعد زنگ بزن به پلیس، از یه آقای محترمی بخوای اونجا حالی به این بده، حالا طبعا کمک اون آقا با چشم داشته بی چشم داشته، بعدا خودش یه مشکل نشه و نمیدونم چی کار باید بکنه. آموزش ندیده. یه آقایی بود از اساتید دانشگاه امریکایی اومده بود ایران، بعد ما داشت باش میچرخیدیم رفتیم که از پارکای تهران، ببخشید اینطور میگم، ما میخوام بعدو یهو اینجا یه خود این من نگاه کردم، گفت آو چقدر فاحشه. ما حرف دهنتو گفتم چقدر فاحشه شه، اینو زن بچه مردمم. میگفت نه این مدل آرایش تو امریکا یعنی فاحشه است. گفتم بابا این زن بچه بچه‌ش رو تا به اون شوهرشون بغل. میگفت نه تو کشور ما این مدل آرایش یعنی این. تو نمیدونه اصلا توجیه نیست. پس اصل ماجرا رو توجیه شده. اون نگاه حداقل حداقلیه که برای زندگی کارت کرد گرایانه و پراگماتیستی خود، یعنی که زندگی میخوام پیش ببرم بالاخره باید این کار انجام بدم. یادم یه بار رفت بودم چندین سال پیش یکی از پادگانا، بعد دیدم یه سربازی دارن اذیتش میکنن، هم فوشش میدادن هم واقعا سر کار بود، مثلا اون کاری که داشت انجام میده کار خیلی بیخودی بود معلوم. من گفتم چرا این کار میکنی؟ حالا این متدا الان ور افتادم ولی در واقع قبل بود. میگفتش که ما آستانه تحمل اینو اینجا عمدن میبریم بالا. گفتم یعنی چی؟ میگفت این اگه اینجا آستانه تحملش نره بالا، فردا میره توی کارخونه کار میکنه، اون سرکارگر بهش میگه مگه کوری بعد میگه کور باباته، اینا میندازش بیرون. این بعد آستانه تحملش بره بالا تا بتونه نون در بیاره. بعد یاد بگیری یک جاهای بعد چیکار کرد؟ سکوت کرد. یک جای بهترین عقلانی ترین راه فراره. شما یک نفری که کلاش میکنه دهن کوری کدیل بهش میگه شجاع، بهش میگه احمق. یه نفر که مثلا بره چلا بگه من میخوام برم با مارهای وحشی زندم واقعی یعنی میششونم کشیده نشه 48 ساعت اینجا بخوابم، یعنی دیوانه است. نصف رکورد کتاب گینس ببخشید همش جهل و حماقت و خریت. والا نگاه کن چکی بکنید، طرف رفته نمیدونم مثلا با یه ببر وحشی یه روز توی قفس خوابه، دیوانه میتوبت با خانواده ریز زندگی کنه، تو حیوانی. خب ببین واقعا میگم، ما مثلا طرف بین دو تا ساختمون یه سیمی بس کرده، سیم بوکسل بدون تناب حمایل که اینا نگهش داره، این که کوهنورد میرن بالا روی این تناب راه رفته، خب دیوانه بود اگه میافتادی این چی مرده بودی که. بعد برید بزنید تو کتاب برای ثبت شکستن رکورد گینس چند نفر تا حالا مردن، در راه چی تو مردی؟ یعنی اینو من به شما بگم، فکر نکنید توی دوره مدرن دارید زندگی میکنید فلز و عقلانیت حاکم، این نیست اصلا. از قضا ما همیشه تو علم رسانه فکر میکنیم زمانی که ما با بمباران اینفورمیشن اطلاعات مواجه باشیم، یعنی اطلاعات در دسترس مردم زیاد باشه، مردم فهم و شعورشون میره بالاتر، و دیدیم دقیقاً عکسش داره اتفاق میفته. الان تو دنیا شما همین الان من دارم صحبت میکنم، اسم یه دانشمندی رو مثلا چپه بگم، یه سری رو اشتباه بگم، سری با گوشیت وصل میشه به اینترنت، تو گوگل سرچ میکنی، توی صفحه پیدا میکنی آقا اسم اصلی دانشمند اینه، سالی که مثلا این از دنیا رفت اینه، چرا شما داری اشتباه میگی؟ یعنی اینقدر زن یه دانشمند کنار شما نشسته، هر لحظه میتونی چک بکنی. خیلی اینه آقا میگفتن نمیدونم این دعواهای مذهبی که بین مردم به خاطر اینکه از دین همدیگه خوب اطلاع ندارن. یا دکتری بود ایشون از قضا دختر کوچکش هم سرطان گرفت، این فرانسوی بود اصالتا مال الجزایر، در دکتر اللعیبی ایشون اومده بود ایران، اومده بود دفتر ما. بعد این از اهل سنت مالکی بود، چهار تا شاخه دارن اهل سنت، شمال آفریقا و اینا مالکی هستن. بعد برگشت من گفتش که شما قرآنتون چقدر با قرآن ما فرق داره، تفاوتش چقدر؟ تعجب کرد، بنده خدا هنوز نمیدونه قرآن شیعه و سنی نه در یک جزء، نه در یک سوره، نه در یک کلمه، تو دیگه حرف هم فرق. من بچه گفتم هرچی قرآن تو دفتر جمع کنید بگذار جلویشون. از قضا خیلی از قرآن ها چاپ عثمان طه بود، یعنی خط عثمان طه بود، میدین سعودی بود. گفتم یه بار نگاه کن، اصلا قرآنی که وهابی نوشته، یه بار نگاه کن. تعجب کرد. یک فرد دیگه بود باز الجزایری بود، ایشون به من میگفت این راست شما شیعه ها وقت بعد از نماز خوندنتون نه نمیگفت راست، میگفت چرا این کار میکنی؟
بعد نماز خوندن که نماز تمام شد میگید خان الامین خان الامین خان الامین، یعنی جبرئیل امین خیانت کرد خیانت کرد خیانت کرد، وحی رو میخواست بده به علی، اشتباهی داد به محمد. گفتن تو یه دونه شیعه اینجوری پیدا کن، یه صفحه کاغذ 20 سند از ما پیدا کن همچین چیزی توش بشه. خب گفتیم اگه اطلاعات در دسترس باشه مردم میتونن اطلاع پیدا کنن. ببینیم واقعا شیعه به همچین چیزی اعتقاد دارن. برم تو سایت یکی از مراجع تقلیدش بپرسم آقا چرا شما میگی خان العالمین؟ میگه آقا ما کجا میگی؟ اما این اتفاق نیفتاد، یعنی میتونن تیکه پاره میکنن دیگه. چیزی این وسط کم عزیز من، داده نیست، اطلاعات نیست، تحلیله. ما تو ریاضی میگفتیم ساده، میگفتیم یه عددی میزه توی فرمولی عدد میاد بیرون، ساده ترین عدد مثلا فرمول ها ایگرگ مساوی ایکس علاوه یک، به جای ایکس یک بدی یک علاوه یک میشه دو. مشکل الان از یک و دو و سه و چهار و پنج که دم دست ما نیست، مشکل از این تابعه. چه تابعی داری انتخاب میکنی؟ اینا مشکلات واقعی دنیاست عزیز من. از 7 میلیارد جمعیت کره زمین نزدیک به 7 میلیارد 2 میلیارد نفر گرسنه. حالا شما رسانه‌ها رو نگاه کنید چی داره نشون میده. 2 میلیارد گرسنه یعنی آمار افتضاح. غذا تو کره زمین کم نیست، میدونید برخی از کشورها اضافه تولید غذا میزنن تو دریا. میریزن تو دریا برای اینکه قیمت اون گندم بالا ببره تو دریا. پس مشکل هست. بعد همین آدما دم از چی میزنن؟ آقا یک بیماره نمیدونم چی توی افریقا فلج اطفال رو بریم حل بکنیم نمیدونم چی. تو نمیخواد اینا رو بکشی جون مادر اینا رو کسی زدن و بگو بند خدا تو جیب ما رو نزن. تو میخواد بری چی رو درست بکنی؟ تو جنگایی که تو آفریقا راه انداختی رو جمع بکن، تو جنگایی که تو خاورمیانه راه انداختی رو جمع بکن. نخواستیم کمک کنیم. اینو برسید بهش تو زندگیتون، یاد بگیرید اطلاعاتی که بهتون میرسه رو تحلیل بکنید. آرام آرام بچه هاتون رو با این فاز و فضا بار بیارید. حالا راجع بچه ها من بیشتر صحبت خواهم کرد، خیلی بیشتر موضوع بستم. در نگاه دینی اگرم بخواد شما ببینید، یکی از اتفاقاتی که توی ازدواج میفته، ما حاصل ازدواج میفته، تبدیل شدن یک مرد و یک زن به یک مؤسسه است که تو اون قراره یک اتفاق بسیار مهم بیفته. این دو تا شخص حقیقی با هم دیگه تشکیل یک شخصیت حقوقی میدن که تو اون قراره کار خیلی مهم کنه. میخواد چیکار کنه؟ میخواد کارخونه بزنه. کارخونه چی میخواد درست کنه؟ آدم. و میگه زینف ای تو، آدم درست کن، سودشو ببر، سود اساسی هم ببر. این توی نگاه دینی ما هست. حضرت ابراهیم سوره بقره آیه 124، 83 سال شده بنده خدا، هنوز بچه نداره. خدا از کنیز سارا بهش بچه داره به اسم اسماعیل از هاجر. بعد خدا گفت اینو باید بنوزش بیابونی. 83 سال بشه پیره مردی بشه، بچه رو برد گذاشت تو مکه، اومد دوباره کنعان. بعد 13 سال گفت برو بهش سر بزن، شد 99 سالش. با حالا اینو سر ببین، خیلی تابع خدا بکشه. من و شما بودیم میزنیم زیرشیم. بعد حالا اینقدر تابعه یا یه خواسته بیشتر نداره. 124 بقره چی میگه؟ میگه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات و اتمهنه قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی این آزمایش سخت رو تموم کرد، اتمه تمومش کرد، گفتیم تو امام شدی برای مردم. مقام امامت از پیامبری بالاتر عزیزان. امامت بعد از پیامبریه. یک پیامبر برای قوم خودش میومده، امامت برای کل آدم هست. پیامبر خود ما امام هم بوده. تو پیامبر ها بعضی به امامت هم رسیدن، مثل حضرت ابراهیم، در مورد حضرت داوود هم نقلش، برای کل آدم هست. وگرنه پیامبر ها برای قوم خاص میبودن. مثلا یه موسی برای قوم خودش اومد، کنار دستش 10 کیلومتر 20 کیلومتر اونورتر یه پیغمبر دیگه است، 100 کیلومتر اونورتر شعیبه، 60 کیلومتر اونورتر کنار خودش هارون یه پیغمبر دیگه. اما امام کسی که جامعه داره بر کل اینو. ببینید چه نگرانی داره. قال و من ذریتی، نگران ذریه‌ش اینه. میگه چی میخواد بچه‌م بشه؟ شما میتونید مثل شرکت هرمی یه بچه خوب تربیت بکنید، هر چی خوبی کنه برای شما کنترل میندازه. بعد ما میتونیم یک موجود عجیب غریب هم به جامعه تحویل بدیم. قدیما میگفتن که آقا فلانی بدوارث و بیوارثه،
این کسو کاری نداره یا از قضا داره براش همینطور کنترل منفی میفته، این گناه داره. یا دقت کردید مثلا هنوزم که مثلا ادبیات مونده میگن لعنت بر پدر و مادر کسی که در این مکان، یعنی اون ذریه اون بچه نگران ننه باباش فوش بگید نخوره، اینقدر مهمه. حالا یه حدیث از پیامبر براتون میگم در مورد آخر الزمان، میگه از نشانه آخر الزمان نوائب الدهور فی علائم الظهور، این حدیث سندش میگه تفاکه و فکاهی جوونا این میشه بینهم شتمیت الآباء والأمهات، با هم با فوش دادن و شوخی کردن به ننه بابای همدیگه میخندن، برای این سر تکون دادن و خنده بعضی و معلومه چه خبره. بعد جالب اون کسی که اینو نقل کرده حذیفه نامی بوده از صحابه پیامبر، وقتی پیامبر اینو میگیم برمیگردیم میگه انه کائن، مگه میشه یه نفر جلوش به پدر مادرش توهین کنن این آروم بگیره؟ کائن شدنیه؟ کسی که یک زمانی بین اعراب جاهلی زندگی کرده بوده مگه میشه؟ میگه آبی آبی چیزی نیست، میگه شوخیشون مایه طنزشون تیکه انداختن به پدر مادرم میشه. نگاهتون بس، یه نگاه اول گفتم اصلا یه نگاهی شما پرگماتیستی داشته باشی، عملگرایی نداشته باشی، خانواده تنش نداشته باشه. نگاه دینی که از این وسیع‌تره، دوباره تنشه هم نیست، آخرت رو هم در نظر میگیره، میگه ببین اعمال متأخر بعد تو چیه. یه خانومی یا آقایی فوت میشه، بعد خودش یک وصیت میکنه کار خوب انجام بشه، هر چی اون کارو خیر بشه برام کنترل میندازه. ما داریم تو ادبیات دینیمون آدم ما همین لحظه که اگه بمیریم، اگه خوب باشیم میریم بهشت برزخی، اگه بد باشیم میریم جهنم برزخی. این قابلیت جابجایی داره. یعنی چی؟ یعنی اعمال متأخر ما، اعمالی که از خودمون تو دنیا گذاشتیم، همینطور حساب میشه یهو ما رفت تو جهنم برزخی و تو بهشت برزخی و برعکس. آدم اصلا سنت غلطی از خودش گذاشته، هنوز دارن بر مبنای کلی آدم کشته میشه، کلی آدم دارن گمراه میشن. خب این عادلانه است؟ همینجوری عادی بمیره این هم آدم رو کشتن داده؟ نه، این باید درش کنترل بندازه. پس ببینید کیو دارید تربیت میکنید، ببینید کیو دارید تربیت میکنید. ما بعضی موقع فکر میکنیم مثلا بچه گلدونه، مثلا یه آبی هم هست و یه نوری که کلا میاد جاش تو آپارتمان خوبه، این الان اینجا خوبه. یا آبی هم ما هفته یه بار گفت بریز، البته هم چجوری یاد گرفتیم، یه بار هفته دو بار دادیم، دو هفته یه بار دادیم، دیدیم یه بار زرد شد یه بار سبز شد، الان گرا گرفتیم، بعد یه سال آمار دستمونه. من دستم که نشد عزیزم، این آدمه. تربیت بچه از زمانی که تو رحم شماست ای خانم شروع میشه. توی روانشناسی زمانی که اروپای صنعتی نیاز داشت خانمان بیان سر کار، مدید خانمان نمیان سر کار، چرا؟ چون بچه داشتن، مجبور شد کنار کارخونه ها چی بزنه؟ شیرخوارگاه. بعد میدیدن بعضی از بچه ها بدون مادر گریه میکنن. تجربه نشون داده بود بچه هایی که روسری مادر، لباس مادر، تکی از بدن مادر رو که بوی مادر رو میداد مینداختن رو صورتش خوابش، یعنی این بچه بوی عرق مادر رو میشناسه. اینا متدای روز روانشناسی دنیاست که با اکو صدای قلب مادر رو ضبط میکنن بعد از به دنیا آمدن. اگه بچه بیتابی بکنه به خاطر اینکه مادر شاغل سر کاره، صدای قلب مادر رو براش پخش میکنن ساکت میشه. جالب، دانشمندان اومدن صدای قلبهای دیگر رو پخش کردن ساکت میشه قلب مادر، میشه 9 ماه با این صدای اخت شده، میشناسه این صدا رو، آرامشش تو. این عجیب غریبه، ما چقدر اینها رو میفهمیم؟ هیچ. من میخوام چند تا از رفتار بزرگان خودمون و کودکان میگم و در قالبمون یه سری نکات رو آموزش بدم و خیلیش هم شما شاید بدونید. میگه بچه کوچیک میآوردن برای پیامبر، اسمشو بذاره، یه روزه دو روزه میآوردن مثلا اسمشو بذاره، از آن اقامهش رو بگه، پیامبر اینا بغل میکرد. این عیناً تو تاریخ نقل شده، چه شیعه چه سنی نقل شده. بچه کوچیکه، حالیش نیست، ادرار میکرد کجا؟ رو سینه پیغمبر. مادر بچه داد میزد، ای خدا مرگم بده، اینطوری زشته دیگه، مثل مهمونی همی کار میکنه مادر، چون پیامبر
ببین واکنش پیامبر چیه؟ ایشون گفت ساکت بذار کارشو تموم کنه. لباس و تن محمد شسته می شود، اما اثر آن فریادی که تو بر سر این کودک می زنی می ماند. یعنی بچه دو روزه داد می فهمه. بعضی دیدی تو جل کنار گلاشون داد و بیداد میکنی شاکی میشن؟ نزن گلان پج مرده میشن. این گله میفهمه مغزش کجاش بوده. میفهمه تو نمیفهمی، میگی نمیفهم باشه تسلیم. گله میفهمه، بچه ای که انقدر مغز داره نمیفهمه. ساکت. دیده نشد پیامبر من و شما، دیده نشد، کسی ندید پیامبر با کودکی غیر همتراز صحبت کنه. یعنی چی؟ یعنی یا بچه رو میذاش روی بلندی یا خودش میشه همقدرش. فهمی چی شد؟ دیده نشد. مینشه چش تو چش موازی بچه، یا میذاشش تو پله منبر میگه حالا با ما حرف بزن. بچه رو بنده میبره تظاهرات، راهپیمایی، کارناوالی، هر چیزی میبرش. بعد بچه وقتی داره میبره گریه میکنه، پدر خودش اینو در میاره. دیدی گریه زاره؟ میدونی چرا؟ چون بچه فقط چی دیده؟ پا دیده. فقط پا میدیده. تو از زاویه دید خودت دیدی؟ حالا حدیثش رو بگم، من کان له صبیون فلیتصا، هر کی بچه داره باید بچه بشه. با آدم بزرگی تو نمیتونی بچه تربیت بکنی. یه مثالی براتون میزنم. خب میخوام از حضرت علی بگم، ایشون چه منطقه محدود جغرافی زیر نظرش بوده؟ نگاه، از مصر تا ترکمنستان کشور ما ایران یکی از استانا شده. اصلا امامت ایشون رو بذارید کنم، بحث دینی ایشون رو بذارید کنم، یک حاکمیه در یک برهای مختلف. ما ایرانی ها یه زمانی چه میدونم یه حاکمی داشتیم به اسم ایکس و ایگرگ و زد و فلان ها. یکی از حاکمامون 1400 سال پیش اسمش چی بوده؟ 5 سال علی ابن ابی طالب بوده. اون زمانی بوده که ما تحت حاکمیت اعراب بودیم. درست شد؟ بسم الله. از مصر تا ترکمنستان زیر نظرش هم نمیدونم یمن و بحرین و کشورهای عربی که الان بعضی از این کشورها داریم اسمشون یاد میگیریم و اینا توی ماجرای اینا، آره همه تحت حاکمیت ایشون. میگن دیدیم این امپراتور، پادشاه بگید، امپراتور بگید، این حاکم کنار خیابون تو کوفه کنار خیابون چهار دست و پا زده، دو تا بچه رو دوششن، داره برایشون صدای بز در میاره. منو تو بر بچه خودمون نمی کن، داره برای دو تا بچه یه حاکمی گفتم اینجا برای دو تا بچه کوچی گذاشته رو دوششون. بچه های مدینه وقتی پیغمبر رو میدن نمیفتن که پیغمبر، گفتن رفیق اون رو. همه لاف اینو میزدن که چی؟ فلانی با هم رفیق تره. راست میگفتن، لاف نبود، با همه شون رفیق بود. هیچ کودکی نتونست به پیامبر زودتر از او سلام بده. من و تو کجاییم؟ وای میسیم این کارمنده منه، من این زودتر سلام بدم پر رو میشه. دیدی؟ این دانشجو منه پر رو میشه. این بچه رو من چه یاده به بچه هم زودتر سلام کنم؟ تو تاریخ نقش شده میرفتن رو پشتمون وای میستدن کشیک میده. این کی داره میاد؟ میگو به داره میاد پشت دیواری پایین قایم. میگو ای شما دو نفری که پشت دیواری، سلام بر شما دو نفر، سلام علیکم. منطقه مدینه کوهستانی، از اون کوه که وارد میشدن داخل شهر اون منطقه میگفتن سنیات الودا، یعنی منطقه وداع دوم، خدافزی دوم. اون بالا هر کسی وارد مدینه میشد موقع رفتن، میخواست بره خروج بگیره موقع وارد مدینه، موقع اومدن اول اونجا دیده میشد. وداع دوم دیگه، سنیات وداع. یه بار می‌خواستن کاروان بره، یه بار تو مدینه با هم سلام علیک شاخ سلامتی می‌کردن، موقع رفتن میشد وداع دوم. دور یه نقطه می‌دید اینجوری دست می‌کنید. بعد پیامبر مثلا رفته بود بیرون مدینه کاری داشت با یه گروهی از صحابه، این بچه‌ها کشیک می‌دادن که کی برمیگرد. وقتی برمیگشت داد و بیداد خبر که اومد، وقتی میومد یکی می‌ذاشت رو دوشش، یکی تو این دستش، یکی تو این دستش، به صحابه میگه واسه منو نگاه می‌کنی؟ هر کدوم که یاره از جنگ برگشتیم چی میگه؟ من خسته و کوفتم. بچه نمیدونه تو از جنگ برگشتی. بعد اینجا شو گوش کنی، اونی که رو دوشش بود میگفتش که تو مرکب خوبی برای من هستی اما افسار نداری. دو دست ماهاشو میداد بهش، میگفت بگی این افسار.
گفت مرکب خوبی هستی، افسار داری، اما صدا بلد نیستی در بیاری. برای او صدای شطور در می آورد در حالتی که میگفت العف، یعنی ببخشید. اگه مسلمونی، ببین چی گفتن، وای پیغمبرم، این امامم، ما چیم؟ ما چیم؟ این گمشده ای کجاست؟ یه چیز دیگه باز براتون، من میتونم فقط 2 ساعت و نیم از این ماجراهای ریز ریز براتون میگم. این برخورد با بچه چطور بوده؟ میگن یک جوری تند نمازشو خوند پیامبر، اینقدر تند خوند، بعد نماز سلامو دادن ملت ریختن شمشیراشونو برداشتن، گفتن این به ما حمله شده، وحی به پیامبر خبر داده شد. چون این بوده که مثلا پیامبر بهش وحی میومد که مثلا یه اتفاقی داره میفته، اینو آماده سری شمشیرتون آقا کجا رو بزنیم، کیو بگیریم، چیکار کنیم؟ مگه ندیدی؟ چیو ندیدی؟ صدای گریه بچه نه در بخش زنون نمیومد. یه بچه مادرش گوشه کنار قول جانمازشون پایین داره نماز میخونه، بچه داره گریه میکنه. همه امت اسلامی، من پیغمبر، همه با تون تون نماز بخونیم، اون بچه باز زودتر به مادرش برسه. ما چیم دقیقا؟ یه بچه کوچیک. مسجد شکلش یه جوری بود که در خونه امیرالمومنین خونه دو یه در میاد تو مسجد بود، میشه داشت بالا منبر بود، امام حسن یا امام حسین هر دوتاش داریخ نقش شده، بعد خط کوفی چون نقطه نداشته این مشکل به وجود میومده. امیر شهادت حضرت زهرا که نمیدونن 70 یا 90 بعد از شهادت پیامبره، به خاطر اینکه 70 و 90 تو زبان عربی دندوناش مثل همه، نقطه‌هاشو برداری چجوریه؟ اینه هم برای اینه دلیل علمیش تاریخیش در بود. بعد این بچه خیلی جالبه، امام حسن یا امام حسن کوچیک بود، اومد پاش گیر کرد به لبه در افتاد زمین. سخنرانی کلن فکر کنم یه بچه اونجا بخوره زمین، نگاه کنید، من از پدر و مادرش پیشی بگیرم در رسوندن خودم به اون بچه در حال سخنرانی باشم. یه خود امروزیش کنید تا بفهمید. وقتی رفت این بچه رو فقط بغل کرد نشست، بعدا گفت فرمون من نفهمیدم پله‌های منبر چجوری اومدم، نفهمیدم اینجا رفتم پام به سی میگیر کرد یا نه، به این کیف لپتاپم چی شد. این برخورد واسه نمیفهمه. الان دیگه چی بچه‌س نمیفهم شوفت نمیفهمه ضبط صوت. کاغذ سفید خدا بهت میده، به قول رابیندرانات تاگور میگفت هر بچه‌ای که به دنیا میاد یعنی خدا هنوز به بشریت امید داره. این سفیده، چی توش نوشتی؟ یه چک بهت میدم سفید امضا، تا بی نهایت میتونی مبلغ بنویسی. چکو کی داده؟ یه مایه‌داری مثل خدا، یه مایه‌داری مثل خدا. ورداشتی با چک قایق درست کردی، بعد شاکی چکو انداختی تیکه پارش کردی، شاکی رو چکی نوشتی 1000 تومن، بعد شاکی بی خود، شاکی باید درست بنویسی. ماها چه توهمات داریم از خدا میسازیم، بعد انتظاریم جواب بگیریم. من این مثال خیلی خوب دارم بابت این، تو چند تا سخنرانی گفتم، این خیلی به دردتون میخوره. فرض بر این بگیرید ما یه میکروفون دستمون بگیریم، یه جنین 9 ماه قبل به دنیا اومدن بریم ازش مصاحبه بگیریم. سلام آقا و خانم جنین، هر چی هستی شما، من چند تا سال خدمتتونم، بفرمایید آقا یا خانم. چیه این؟ چیه شما داری چششو نشون بدی؟ چی میگه تو رحم مادر؟ هیچ. یه اسمشو چنده؟ به درد هم میخوره؟ ها؟ نه، نمیدونم چی میگیم چیه. نه. اونجا تا حالا به دردش اومده، به کارش اومده؟ اصلا چه بیخودیه. آه ببخشید. بینیشو نشون میدی و در مورد حس بویایش ازش میپرسی. چه چیز بیخودیه؟ اضافه دیر می‌کنی برام اومد. بیا. پاهاشو نشون میدی این به چه درو؟ هرچند رو یه لغتی میزنه. جنین لغتایی هم میزنه و از این لغت هرچی بیشتر باشه میفهم بچه پسره. همه اول نه لگون نقدر نختنه من؟ آره. این لگت دستا چی؟ هیچ فایده نه. میگم ببخشید چی فایده داره؟ یا بند ناف، بند نافو بچست، همه عشق و حال تو همینه.
خورد و خوراک تو همینه، بقیه چیزا چیه بگی اضافه است. بعد بشه که ببخشید کودک نادان، تو اگه اینجا تکامل پیدا نکنی تو دنیای بعدی همه میدونن تو نمیتونی بدوی یا میشه عذابت، همه میبینن تو نمیتونی بدوی یا میشه عذابت. برو بابا کی از اومد زنده تا رو برگیر. یه مثال عقلی زنبی دارم بدونه، ما فکر میکنم مثلا خدا عقده یه نفر برای بدونه تو آتیش تو دیگ در بیاره بعد اینجوری بدونه تو آب جوش بزنه تو حلقش آشپزی مگه خدا میخواد بکنه؟ نه، من و تو عدم تکامل رو با خودمون میبریم، ما کج و کلگی رو با خودمون میبریم. اون موقع همه مثل برق از سرات رد میشن، دیدی میگه بعضی مثلا برق رد میشن بعضی اونجا میخزن بزنن پا نده، مثلا آدم زندگی کن. آقا شما که مسلمونید مثلا میرید توی خیریه کمک میکنید، آدم هست آتئیست اصلا وجود خدا رو قبول بگید نداره، میره کمک میکنه تو بعضی از خیریه ها کشور خارجی، بعد بهش میگه خود دیوانه داری این کارو میکنی، میگه حس خوبه نسبت. قرآن نمیگه، میگه حبب الیکم الایمان، کارهای خوب تو دل شما محبوبه، به همینا درست رجوع کن. میره حقی یه نفر میخوری زیرا به یکیو میزنی، اصلا غیبت ببین چقدر کار زشت و کثیف و شنی و پلشتی، حالت به هم میخوره خودت وقتی غیبت میکنی. اگه آدم باشی، اگه آدم باشیم حالمون از خودمون چقدر امروز من زدال بودم. ما خودمون کج و کلگی رو با خودمون میبریم. سیمو نمیدونم، حالا شما کارخونه اونها کار میکنید خود فنی دیگه احتمالاً کارخونه تو پلاستیکی نمیدونم سر در میارید چه ساده بچه‌ام اینا میتونن کنن. اگه فازونول به من وصل بشه فیوز میپره، سیم داغ میشه تا قطع میشه. بعضی جهنمش اینجوریه، یه خورده داغ میشن داغ میشن تو جهنم، بعد قطع میشن میرن بهش. بعضی اصلا کلا نخن، نخو شما بکن تو سوراخ پیروز چه اتفاقی میفته، اصلا با آتش جهنم و حرارت میونه ای نداره، با کله میرن تو بهش. بعضیا هستن بخاری برقی، بخار برقی میزنی تو برق چه میشه؟ میشه داغ، میشه داغ، میشه میسوزه و میسوزونه و حال میکنه. گفت وقودها الناس والحجاره، آتش این جهنم آدمه. گفت ببخشید هیزومش سنگ و آدم، یعنی مثل سنگ این جانور اینجوری زندگی کرده، هیچ چیز شبیه آدمیزاد نیست. اجازه بده بره کجا؟ یه مثال دنیوی برات بزنم، یه خانم هم میشناختم بچهش یه بیماری داشت، تن جسمی دو برابر من سالم، عقل و شعور تعطیل. بعد اینو داروهاشو من یادمه به من نشون داد، نامشو بعد میرفتن ستاد کل مبارزه با مواد مخدر نامه میبردن بر داروخونه که بهشون داروها رو بده، داروی خاصی بود. بعد این خودشو نانفلی میکرد، میگفتم چرا اینجوری میکنی؟ میگه خودم کردم که لعنت بر خودم. گفتم چرا؟ گفت من ویار کاکائو داشتم، ویار کاکائو داشتم. پزشکم گفت کاکائو زیاد نخور بچه دوچار این آرزه میشه. جلو نفسمو نتونستم، دوست داشتم بخورم. الانم هم همون چیزی که پزشک گفت سر اومد. بعضی از ما جلو خودمون رو نمیتونیم بگیریم، بعد میبینیم که اون آتش وعده داده شده. آتش نمیریم تو آتش وعده شده، چی بگم با خودم میبریمش این آتش وعده داده شده. حالا عزیز من شما میخوای برای یک ابدیتت آدم تعریف کنی، میتونی خودتو بکنی دو تا. بابا کی میتونه این کارو بکنه؟ تو بشی دوتا و اون دوتا بشن چهارتا، هشتا، شونزده تا، سی و دو خیلی زیاد شد و بیشتر و بیشتر، و همه اینا مثل شرکت های هرمی برای تو سبب بریزه. حضرت ابراهیم تا حضرت علی 3000 خورده ای سال فاصله داره. تو قرآن آیه داره میگه حضرت ابراهیم از خدا خواست گفت علی که تو آینده میخواد بیاد، بیا تو ذریه من، خون تو بچه های من باشه. واجعل لی لسان صدقا فی الآخرین، اون لسان صدق تو امت آخر الزمان تو واجعل لی بر من قرار بده. میگه و وهبنا لهم من رحمتنا، از رحمتمون بهش دادیم. و وهبنا لهم من رحمتنا و آتیناهم لسان صدقا علیا، گفت اون لسان صدق رو که میخواست علی رو دادیم بهش. حضرت علی نسل از فرزندان حضرت اسماعیل، اسماعیل حضرت علی. بابا اینجوری بچه میخواستم با 3000 سال فاصله میگفت برای منم میرسه، بعد من این بچه اینجوری نمیدونم سه با سکته میده خودم کردم. تو بزرگش این بچه چیزی نمیفهمید، چشم و گوش بود، هر چی شنید پس داد. این نکته رو پس یاد بگیریم، تربیت از کی شروع میشه؟ از خیلی قبل تر از اون که تو فکر بکنی.
از خیلی قبل‌تر از اون که شما فکر میکنید. سعی بکنید یه بحث معنوی رو بهتون میگم، کد خیلی مهمیه. کسایی که واقعا خانم‌ها که بار دارن یا تصمیم بچه دار شدن، میگن این بچه‌شون نذر بکنن در راه خدا، به خدای من خانم بچه‌ای داشته باشم آدم باشه. خیلی اثرگذاره، خیلی اثرگذاره. یک خانمی من میشناسم، دانشجوی فوق لیسانس از زهرا، ایشون من باب علاقه خودش آدم‌های خیلی خوب و موفق که برای جامعه موفق بودن و پدر مادرشون در قید حیاتن و میره باشون مصاحبه میکنه. ایشون گفت یکی از نکاتی که بین عموم اینها مشترک بود من دیدم همین چیزی بود که میگه قبل از بچه دار شدنش همچین عهدی بین خودش و خداش می‌بست. خدا میگه حضرت ابراهیم الان علی به دنیا آمده کی بسته عهد؟ خدا این کمک رو میکنه. این پس با بعد تو دوره، حالا بحثای تغذیهش که به کنار بمونید، ربطی نداره، من پزشک نیستم، اما رو حوزه روانشناسی حرف زدم، این بچه هر چی اصلا میشنوه، صدای مادر، دعواهایی که مادر میکنه، قصه ای که مادر میخوره، اینا تماما رو جنین هستن. بعد اینکه به دنیا میاد، حالا یه سری اعضاش بهتر کار میکنه. گوشه قبلا توی یه غشای خوب نمیشنوه، الان دقیق میشنوه. همه چی رو دیگه میتونه آنالیز بکنه. هر چی هم بیشتر پیش میره، یک سری از آموزش ها خودآگاهه، یک سری ناخودآگاه. سابلیمینال به قول انگلیسیش. خودآگاه یعنی من میدونم اینو اینجوری بکنم میفته دیگه. اینجا بنازمش پای میفته. اینو یاد میگیره بچه. مثلا رو بچهای 5 6 ماه میتونید آزمایش بکنید. یه صفحه بذارید جلوش، پشتش چند تا چیز بذارید. ببینه ها. اول ببینه مثلا اسم بازی یه چیزی اینجاست. بعد یه صفحه بذارید جلوش، اونو یواشکی بردارید. وقتی صفحه رو برمی‌دارید تعجب می‌کنه. یعنی میفهمه این الان پشتش چیزی بود. از اتفاقات عجیب غریب شگفت زده میشه. همین دکی که ممکنه اینه قایه میشه میره پخ میاد بیرون طرف میتونه عشق میکنه بچه، شوکه میشه. یعنی میگه این، یعنی اتفاقات عجیب و غیر طبیعی و آنورمال رو میتونه تشخیص بده. هر چی پیش میره این دریافت های خودآگاه بیشتر میشه، اما ناخودآگاه همینطور داره سخت میشه. ناخودآگاه یعنی چی؟ ناخودآگاه یعنی اون چیزی که من و تو هم خیلی جاها قادر به تغییرش نیستیم، در حالی که آدم بالغی. ببینید من لواشک به شما بدم چی میشه؟ قبل خوردن ها؟ همین الان من بعضی از عزیزان میبینم اسمشو بردم دارن اینجوری میکنن. میتونی جلو ترشح بزاقاتو بگیری وقتی لواشک دیدی؟ من میتونم کنترل کنم بزاق ها. نترشحید. چی بگم؟ ترشح نکنید ها؟ نمیتونی جلو خودتو بگیری. اینا ناخودآگاه شماست. بهش میگن شرطی شدن. ما 6 نوع شرطی شدن داریم، شرطی سازی داریم تو بحث روانشناسی. خیلی مفصله این شرط، عامل شرطی سازی و اصلا خیلی، من خیلی ساده شد تو میگم، به قول خودمونیش بگم قابل استفاده شد بر همه ما. خوب دقت کنیم به یه خورده به اسم بچه چیز چیزان بر بزرگتر آگه، نه داخل پرانتز به اسم بچه چیزان بر بزرگتر آگه. خیلی نکات کلیدی به دست میرد اگه دقت کنیم. به شرط چاقو جای دیگه هم نیست تا آخر جلسه دید. دقت بکنید، من یک جوجه دارم، یه پرنده دارم، 5 بار با اون جیره وقتی غذا میسم میگم بیه 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 چی میریزم، دستم رو تکون میدم، او غذا رو دوست داره، درسته؟ میبینه چه زمانایی این غذا میاد، وقتی این دست اینجوری تکون میخوره و این صدا چیه؟ نسبت به این بحث دیداری و اون یکی شنیداری شرطی میشه. حالا بهش غذا نده، دستت اینجوری کن چیکار میکنه؟ میدونه عاشق چش و ابروی شما نیست، غذا میخواد. میبینم دوستم داره. اصلا بچه کوچیکو دیده باش سرسری میکنم؟ اون بچه خدا تو خلقتش اینجوری قرار داده که به گونه هاش حساس باشه که نوک پستان مادر بتونه پیدا کنه. وقتی به گونه‌اش تماس میگیره او دنبال نوک پستان مادرش میگرده، نشسته بچه رو باش برمیره، بچه هم سرسری میگه کشتیش بچه رو باید چی دنبال قضا. چیا برای ما مطلوبیت داره؟ هر چی کنارش باشه از اون خوشمون میاد. آقا ببینیم چیا خوشه؟ قضا رو دوست. تو قضا کدوما بیشتر؟ اونی که برای ما زودتر هضم شده، یعنی زودتر بدنم به جایزش رسیده، قندها،
بچه رو دیدید در واکنش دیدن با شکلات چی کار میکنه زفرش گلاتو؟ یه دونه برمیداره؟ مگه اینکه با خداگاه تربیتش کرده باشه، زشته، عیبه، اینا رو بهش گفته باشه. و الا کل من دیدم مثلا عیب میریم بچه میره کل ظرف رو بغل میکنه آروم آروم هم بغل داره دو در میکنه بره و بگیریشون. اون به این شرطی شده دوست داره اینا تا بترکه میخوره تا چیزی از حال بره، بعد کنترلش کنه. دست خودش نیست، همون جوری که تو دست خودت نبود اسم لواشک بردن مرد گنده شروع کردی لوا رو چشت تکون دادن. خب اینو مد نظر باشه. دومیش چیه؟ یه سری هورمون‌های خوشایند داره من که تو بدنم ترشح میشه خوبه برام، به اونام شرطی میشه، مثل آدرنالین. یه فیلم تلویزیون خودمون نشون میداد معتادان آدرنالین، اینا میرفتن از رو صخره خودشون پرت میکردن پایین، به قولی دقیقه 90 این چتشون رو باز میکردن. میگفت اینا بعضیشون میمیرن، یعنی چتر دیگه باز میشه فایده نداره دیگه. چرا؟ چون میخوان حد اکثر هیجان رو به دست بیارن که آدرنالین چیکار کنه، بیشتر ترشح بشه. ورزش گرون قیمت هم هست، این معتاد بدبخت. اینم یه نوعیه. چه چیزایی موجب ترشح آدرنالین میشه؟ ترس، هیجان. ترس موجب این کسی هست هم میره خوش پرت میکنم پا یک کشی هم نمیدنم به پاشون، فریاد میزنه قلبش تو حلقش داریم بیرون. یا ترن هوایی میره سوار میشه، چند بار این کار انجام بشه این آدم معتاد ترن هوایی میشه، باور کن معتادش میشه. چرا؟ چون اون آدرنالین برای بدن ما هورمونای داریم مثل چی؟ اندروفین. آدرنالین، اندروفین، اینا اعتیادآور خوشاینده برای بدن. کیا ترشح میشه؟ جای مختلف. وقتی بدن حالا آدرنالین چیکار میکنه؟ ضربان قلبو میبره بالا. آدرنالین مال زمانی که شما سگ دیدی، بعد بدن سوخت و سازو میبره بالا که بتونی در بری. یکی از چیزایی که این بلا سر آدم میاره موسیقی. موسیقی علل خصوص موسیقی ریتمیک موجب ترشح آدرنالین میشه. حالا نه سگی هست و نه کسی نشسته لم داده تو ماشین، فقط میتونه چیکار کنه؟ حد اکثر حرکتش پارو فشار بده رو گاز، فشار بده رو گاز، یا یک کله هم تکون بده اونجا. این باید تکون بخوره با بعد چه آسیبی اون بدن میبینه. این قلبش چقدر آسیب میبینه، مغز چقدر آسیب میبینه، عضلات بدن چقدر آسیب میبینه. این باید خالی بشه. من میگم صبح بلند شدم مثلا میسم راه برم تمام بدن کوفته است، به خاطر اینکه تو اون عصبانیت، تو اون تنش ها موجب ترشح آدرنالین شده. بعد من اونو تخلیه بگید نکنه، من بعدش باید میدویدم، بعدش باید یه ورزش سنگین انجام بدم. نبوده توی دین، توی سنت های ما این هست رو. طرف مثلا مده هایی که خیلی حرفه یعن اگه یه روزه سنگین بخونن که مو به تن طرف سیخ بشه حتما بعد شور میزنن. سینه زنی تند که باید خالی بشه و اینا آسیب میبینه. همه چی اصولی داره. صبح تا شب لامصب از خواب بیدار میشه، این تلویزیون روشن میکنه، بزن بکوب تا شب. بعد این بچه هم گذاشتش اینجا توی آشپزخونه است، بچه روانی شده. این اصلا به لحاظ فیزیولوژی بدن ریخته به هم همه چیش. شما دیدی یه جای آهنگی پخش میشه نمیتونه طرف خوش نگه داره پاشو میکوبه زمین، نمیدونم چون شرطی شده با این آهنگ باید این کار انجام میداده، غیره رو باید میداده. الان آهنگ بعد معتاد این کار میشه دیگه. چند وقتی مهمونی نرفتیم یه بزن به کوبی نبوده، ما اصلا چند وقتی غیره رو ندادیم، این اصلا داریم میمیریم. معتاد آدرنالین ترش هورمون‌های جنسی بسیار اثر گذاره، بسیار اثر. این از لحظه‌ای که طرف تحریک میشه تا لحظه انزال اورگاسم بسیار بسیار مطلوبه برای آدم. یکی دیگه از مطلوب عکسش هم داریم. یه چیزی حسای اول خوب بگم بعدش بعد حس تشویق شدن، این خیلی مطلوبه. شما سر کلاس مدرسه وقتی مثلا شما از اونا بودید که براتون کسی دست بزنه یا نه، کلا اونایی بودید که بودن انشالله، بگم مثلا معلمه ای که برای ایشون دست بزن، وقتی برای دست میزدن دیجه به خندتون توسی بگیری به زور زشته، بعد خود هم من چلی میتونم میخندم ناخداداه خوشحالی. چرا؟ یه مطلوبیات به دست آوردی. یه چیز دیگه بگم، شما دیدی یه نفر میخوره زمین میخندی؟
و اون خورده زمین الان چی گیره من اومده؟ این روانشناسا خیلی روش کار کردن. چرا یکی میخوره زمین ملت میخندن، اما وقتی این آدم سطحش میره بالا دیگه نمیخنده ها، میخوره زمین، چون خداگاهش بر ناخداگاه غلبه میکنه. خداگاهش میگه یه نفر آسیب دید کجا بخندم من. قدیما دیدنیا نشون میداد یا اینجور چیزا، طنزی که نشون میداد، کلیپا که نشون میداد چی بود؟ کلا ملت میرفتن تو در دیوار میخوردن زمین، اون رو تاپ میافتادیم با اسکیت میرفت میخورد زمین، اون با ماشین رو هم الان میبینه دیگه کمتر اونجور چیزا دارن نشون میدن، چون نمیدونستن چی دارن نشون میدن. این دقیقاً اینه که ما توی تصویر خودمون میذاریم جای طرف. اولین لحظه فکر میکنیم خودمون خوردیم زمین، فهمید چی شد؟ خودمون خوردیم زمین. بعد میبینیم نه، اون یکی دیگه است، من جون سالمه در بردم. این باعث چی میشه؟ خوشحال. آقایون محترم وقتی از کنار یه ماشین تصادف شده دارید رد میشید، برمیگردید میگید اوه 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 ببین چه جوری زده لهش کرده. خانومت کنارت متوجه نیستید. خانومها توی اینجور صحنه ها خودشون رو جای راننده نمیبینن، جای کی میبینن؟ جون عابر میبینن، جای کسی که بهشون آسیب، کسی که آسیب بهش وارد شده. من و شما خودمون رو جای کی میبینیم؟ آره میگیم آخ، همون لحظه با خودم میگم آخ این بدبخت الان باید به رضایت بگیره خانوادش. او داره چی فکر میکنه؟ آخ این دست رفت، بچه داشت، من بابا داشت. بعد تو که میگی آخ نه چه زده لهش کرده، دقیقاً شما اونجا داری خانومتو له میکنه. یعنی این حس بهش میگه این قاتله که دارم نشست. چه چیزایی اثر داره روی زندگی بابا. بعد ناخودآگاه دیگه حالش از قیافه شما به هم میخوره. اینا زیاد میشه، این فاکتورها زیاد میشه، اثرها زیاد میشه، دیگه حالش از تو به هم میخوره. من دیگه نمیدونم چرا، میگه اول زندگی دوستش داشتم، الان نمیدونم چرا اینجوری شده، من باش خوشم نمیاد، اینقدر از این کارا کرده. چرا میگن موقع تنبیه تو صورت کسی نزنید؟ چون چهره تو قشنگ میبینه و تنبیه میشه، بدترین کار سیلی زدن. تو روی یه نفر نگاه کنی، نسبت به اون چهره چی میشه؟ عکس شخصی سازی منفی. دیدید بچگی از یه چیز بدتون میاد تا بزرگسالی از اون قضا بدتون میاد؟ چرا این اتفاق افتاده؟ چون العلم فی الصغر کان نقش الحجر، علم در کودکی مانند کندکاری روی حجر، روی سنگ، این ثبت شده است. پس بچه تو اگر تونستی با این مسائل شرطی سازی تو بچگی تربیت کردی، وگرنه بزرگسالی امیدی بگم نیست، داد جلو ترش رو بزاقشو نمیتونه بگیره، جلو این کارم نمیتونه. بچگی تاریکی ترسیده، بزرگسالی هم میترس. از بچگی یه بنده خدا رو میشناسم من، این بچهشو به زور میبرد مسجد، خیلی ماجرای خنده‌دار جالبی هست. کاری که تو مسجد کرده رو من نمیتونم بگم. این بچه واقعا نمیشه، یعنی همه آقایانی که اینجا بودن، آقای اینجا بودن، همم سنا بالای 75 سال، بازم من نمیتونستم بگم که این چیکارا کرده تو مسجد. پدر دست بچه رو میگرفت، ساعت 5 صبح بریم نماز صبح، خدا گفته این تا 14 سال بعد بخوابه، یعنی نماز براش واجب نشه. خب این خدا بهتر میشه، میفهمه دیگه، گفت پاپ کاتولیک تره. همین تو داری از بچه چیو میگیری؟ خوابو. از خواب بهتر چی بشه؟ فهمی چی شد؟ او بدش میاد دیگه از این، اصلا ناخودآگاه بدش میاد. این بچه رو میکشید میبرده، میگفتیم نه نه کار نه. یه مدت که گذشت این درست حسابه دیگه یاد گرفت تو کوچه میتونست بیاد. از شر این تو مسجد نه دیگه نماز صبح، مثلا نماز من 3 محافظ باید بذاشته، یکی برای خود حاج آقا، خود مکبر میشد محافظ، یکی برای آقایون چی کار میکرد؟ اگر میومد میدیدین حاج آقا رفته تو سجده، حمله میکرد سرش میزد، اما مشون داخل. برای آقایون میومد این سجدهای از سبز اینجوری میندازن نوارش مهر میشن، اینا رو میگرفت میکشید، میکشید یه 20 مهر میرفت رو هوا. الله اکبر الله اکبر. چرا این اصلا بیزار از نماز؟ نه تنها اقامه کننده نمازی است، میگه من برام پدر هرچی نماز میخوندن هم برده، این دشمن همه نماز میخوند. برای بابا این خدا میگه بچه من مشوق ببری، یعنی تو از خواب، من آدم گنده عاشق خوابم، همین الان مقدمه عرایز بنده فرمودن که باری کلا به شما که صبح جمعتون چیه؟ میدونستید تا 10 بخوابید بلند شدید اومدید اینجا؟ یعنی آدم بزرگم خوابو دوست داره، بعد تو یه بچه کوچیک خوابو میگیره، خب چی بهش میدی از خواب بهتر؟
ما بچه‌مون رو داریم منفی بار میاریم. این مشوقه هاتون رو بذارید جای درست به بچه بدید. چی رو این تشویقش بکنم؟ این شکلات رو کی بهش بدم؟ این بستنی رو کی براش بخرم؟ این اصلا از اینا تشویقش کنم تو جمع. بچه من اینجوری بلد این کارو میکنه. بچه شما هم اینجوریه؟ نمیدونید چه اثری داره روی بچه. بچه من دستاش کاکاویه نمیره به پرده بزنه، به مبلا نمیزنه. بچه شما هم اینجوریه؟ این روش این که دست نزنه. شرط سازی منفی هم گفتیم چی؟ از هر چی بعدم میاد تکرار بشه. من با این سن و سالم میرم دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی استرس منو میگیره. برای چی؟ من که روپوش سفید میبینم. چون از بچگی این روپوش یعنی درد، یعنی بدبختی، یعنی بیچارگی. بوی بیمارستان میده دانشگاهشون. بوی بیمارستان میدونی چیه؟ بوی از بیمارستان میده، من نمیدونم چیه. ترکیبی از ساولون و الکل و نمیدونم این چیزاست، نمیدونم چیه. همون بوها میده. خب استرس میگیره منو به خدا. شما یه آمپول میبینید، یه سرنگ میبینید که در اومده الکلش کنارش، اصلا حس بدی میتونه. چون مریض بودید، حال و حوصله خوبی نداشتید. طرف آبگوش خورده، حالش بد شده، داره تعویض دست بالا آورده که از آبگوش تا آخر عمرش باشه. ما شرطی میشیم عزیز من. ببخشید ما انسانی که جای خودم، حیوان داره شرطی میشه. حالا شما اینو من بگید ببینم. غذا پس تو شرطی سازی مهم بود دیگه، درسته؟ خیلی هم مهمه. کسی که هر بار غذا خوردی یه چهره رو دیده، چه حسی به اون چهره پیدا می‌کنه؟ عاشقش میشه. حالا این چهره چهره کی باشه؟ همسرش. دوره سفره غذا خوردن باعث افزایش محبت میشه به هم دیگه. اصلا یه چیز بهت بگم، خداگاه هم نیست. چیه؟ ناخدا. اصلا دست خودت نیست. من از این بدن نمیتونه. دوره سفره غذا خوردن چرا قدر میدونی تو خونه؟ بچه سوای مهر مادری که مشخصه برای همه ما، یکی از دلایل عشقش به مادر اینه که تا چشم باز کرده از این چهره غذا دیده، وجود خودش رو از این دیده. میگه من همین چهره رو میشناسم. ماه عسل یه خانمی رو دعوت کرده بودن، رفته بود جراحی، چیکار کرده بود؟ صورت انجام داد. پسرش هم گفت که متأسفانه تو جراحی از دست رفته بود بنده خدا چهرهش، یعنی زیباتر نشد. پسرش چی گفت؟ اینا گفت این مامان من نیست. سوای زیباتر شدن یا زشتن، این مامان من نیست. اینا خیلی کلیدیه. آقا شما فکر کردید آدم ها فقط عاشق زیبایی مثلا چهره و اینجور چیزا میشه؟ نه، اینا سلیقه‌ایه. ما ایرونی ها شاعرامو شعر میگفتن برای چه قیافه های شعر میگفتن؟ برای چه چشم ابرو شعر میگفتن؟ چه رنگی؟ سیاه. برای چی؟ برای که سیاه میدیدن. اما موقع که رسانه اومد و تحریک های جنسی که خوشاینده در کنار چهره های دیگه معرفی شد، این یه فشار می آورد به زنش، می گفت تو چرا موهات مشکیه؟ مردا برو موتو رنگ کن. چرا؟ چون اون شده براش سلیقه، اون براش شده اصل. خوب دقت دارید چی میشه؟ اینا خیلی کلیدیه. آقا میگن بچه رو این خارجی دید چجور تنبیه میکنن بچه رو؟ تنبیه خارجی معروفه دیگه، کله بچه اون طرفه و بچه رو میزننش دیگه. حالا فهمید چی؟ نمیبینه کی داره میزننش، نمیبینه کی داره میزننش. ببینه از اون قیافه دست خودش نیست، بعدش پیامبر در مورد کسایی که با شلاق تو صورت اسب میزنن ببینید چی گفته. صورت اسب، حیوان، ولی آدم میشینه عربده های سر این بر میشینه که نه، ایستاده میشه، ایستاده نه، بالای قولی داره میبینه، داره عربده میزنه رو سر کلاشی. بعد میگه بچه رو تا 7 سالگی پادشاهه، 7 تا 14 سالگی پازلشو بچین، 14 تا 21 سالگی وزیرت باشه مشاوره بده،
بچه که تو بچگی بچگی نکنه تو 40 سالگی یهو بچگی میکنه سر زنش، چونان یهو بی منطق و بچه میشه که شما بیاورید. بچگی تو بچگی بچگیشو کرده، تمام اونو ریخته بیرون، تو بزرگسالی معقول رفتی چه کاری تو داری میکنی؟ 14 سالش شد چقدر مشاوره بهش دادی؟ بابا میخوای ماشین عوض کنی، 20 میلیون پول داریم، 15 میلیون دیگه میخوایم بذاریم، وام رفتم گرفتم، 35 میلیون تو هم پول داریم، چه ماشینی بخریم بهتره به نظرتون؟ ال 90 میگن این نکاتش اینجوریه، آقا پرشیا میگن اینه، میره توی ماشین رنجی که میتونه مثلا بخره، 9 به 0 بخره، میره دست دو بازیش بده. ماها یک جاهای افراد رو میتونیم بازی بدیم، حتی جبر خودمون هم رعایت کنیم. ما ببینید نمیخوام شیطنت بهتون یاد بدم، نه ببین من به شما میگم فردی ببینیم بیرون یه کار دارم نمیدونم، فقط کافی نیجور دیگه بگم. چی بگم؟ بگم فردا صبح میای یا بعد از ظهر بریم اینجا طرف پا میده. چی شد؟ من به تو میگم تصوری از اختیار داره. شما میگه آخه من بچه رو آزاد بذارم خرابکاری میکنه، بلدی تصوری از اختیار درش رو وجود بیاری؟ ببینید اینجوری اینا همش نکاتی که ما کلا بوسیدیم باشیم. من این سری فایل دارم صدا میبست میشه ببینید یا نه، یه اسپیکر عادی هم باشه فکر کنم جواب میده تو این سلام. آره تا بس میکنی نکته خدمتون میگم، دلیلی که از دلایل طلاق ها همینه دیگه، طرف عاشق چهره میشه، عاشق چهره زنه میشه، خوب دقت بکنی، یا دختره یا برعکس. بعد خدمتون عرض بکنم که نمیفته پایین کشش ها، بعد چه اتفاقی میفته؟ توی 6 ماه یک سال اول زندگی فقط از این چهره چی میبینه؟ بدی. بعد باورش نمیشه، نه تنها که حالا طلاق میگیره چی، هر کی شبیه اونم از اون دیگه بدش میاد. به این قیافه این شرطی شده، دست خودش نیست، میگه من نمیدونم چه، چون شبیه فلانی ازش بدن میاد. دیدید ما اینا رو استفاده داریم میکنیم، و عکسش میگن عشق به وجود میاد. ما با بزرگمون خدا بیا مزار رفتگان شما رو، ایشون برای من تعریف کرد ازدواجش، من وقت خندیدم گفت بابا جان ما اومدیم گفتن این زنته، گفتم دختر کی هست؟ حالا مثلا دختر فلانیه. اینا 10 سال عمرشون هر دوتاشون آخر عمر آلزایمر داشت. یعنی مثلا مادر بزرگ من میگفت برید بیرون، شما دوزا چیکار میکنید تو خونه؟ ما باید بتونید نگرش بود. با بزرگم گفت میرم آرز میشم و شکایت میکنم، قدیمی ها حرف میزن، اما همدیگر رو میشه. ما ندیدیم مادر بزرگم بالاتر از با بزرگم بشیم، گفتیم بیا اینجا بشین. اونم نه نه، گفتیم چه نمیتونه شوهرشه و اینو نمیتونم. این یکی فوت شد، اون یکی 28 روز نکشید. نه همینه، درست میشه، چاره نیست، سوکتای لپتاپ جدید قدیمیه برام. 28 روز نکشید، آدم آلزایمری کشته بود ما رو، میگفت کو، میگفت کو، میگفتیم کی کو، میگفت کو، میدونست یکی اینجا بوده، عزیزش بوده، نیست. بعد اینجا یه سال نمیتونه تحمل کنه طرف. چرا؟ چون فقط از اون چهره چی دیده؟ محبت دیده. یعنی اصل عشق اینه عزیز من که به وجود بیاد. خوبه اصلا به دل آدم بشینه و اونو بیم چکار کنیم؟ تقویتش کنیم. گفتم یه سری نکات دارم به در بزرگتر رو میخوره بیشتر تا بچه ها، اینه ما بفهمیم. اما مردی که 100 جا تحریک شد، خوب گوش کن، مردی که با یه آدم با یه چهره تحریک شد عاشق اون میشه. مردی که 100 جا تحریک شد از 100 نفر خوشش میاد. بعد وقتی میگن اصول رو رعایت بکنید، وقتی میگن یه سری موازین رو رعایت بکنید، دین ندارید برای زندگی خودتون، ولو کی گوشه. شما ببینید این بچه کوچیک چی داره میگه. با موبایل ضرب کردن با خندم دارم باشه. صدای اینا زیاد کنید زهر. مانی خانم چرا میخوای مجرد بمونی؟ یعنی ایشون تصمیم گرفته مجرد بمونه. گفتیم علم در کودکی کندکاری روی سنگ. ها
حالا علم تو بزرگسالی چی؟ العلم و فلکبر کن نقش بالما حکنن رو آبه. ما پدرم ارتشی بازنشسته است، به اینا یه دوره کامپیوتر گذاشته بودن که بعد را این دوره رو بگذاریم تا این درجه رو بگیریم. ما رو بدبخت تو خونه، یعنی آخرم اومد فاتحه یه بخشی از این هارد ما رو خوند و فوق لیسانس مدیریت دفاعی داشت با کامپیوتر میرونش. هی گفتم بابا جان این نیو فولدر این اینجوری اینجوری، یه روز اومدیم دیدیم نصف هارد زده پاک کرده بود، زده درایور رفته، درایور زده بود فرمت کرد. ما تو با اونا چی کار داشتیم؟ آخه یه بنده خدای ما تو بیمارستان افتاد داشت میمرد، داداشش رسید بالا سرش گفت وصیتی نداری؟ گفت درایور دیرو ندیده فرمت کنید. چی داشت الله و علم؟ من مفهمم چه اینجا مجرد مانید؟ به خاطر اینجا که ازدواج کنم شوهر، به خاطر اینکه اگه ازدواج کنم شوهر رو گیر میدن. ازدواج یعنی گیر، یعنی بدبختی، دارم اشغالم میکنم. ازدواج یعنی گیر. این تعریف برای این افراد جا افتاد. بعدش هی میگن این کارو کن اون کارو کن، بایدها و نبایدهایی رو برای ما چیکار میکنن؟ به وجود میارن. این مطلوب ما نیست آقا، نمیخوام، خوشم نمیاد. به بچه برس، منم نمیخوام برسم. که ایش خیلی که چی؟ که عشق و حال کنم، بزن و بکو، اسمس وایبر بازی، اسمس وایبر بازی، نزده بچه داره میرفت. یعنی بچه رو هر چی جلوش گذاشت که همون یاد میگیره. اینا نگاه کنید، این که عراقیان دارم از دارم بچه کوچیک رو میکنم. تقلید مدل سینزنی عربی ها، خیلی حرفه‌ای بچه دادن. بعد هی هم میخواد بره جلو، میبینی میخواد بره میانداری کنه، بیا کنار هنو یه خورده کوچولی، بیا کنار. من هیئت که خودم میرفتم تمام بچه کوچیکار میوردم وسط، بیا جلو اینجا رو خبر میگه یه از خودتونیه اونجا میشه بقل میبینی بچه این چیز دیگه میبینی. حالا مثلا بچه رو گوشتی راجب اون ترشح اون هورمون ها و این نکاتی که هست کردن تو محضرتون شما کنید، یعنی قشنگ موسیقی رو شناخته ها دیده، قشنگ صبر کرد برسه ازنه بیرون. حالا این بچه رو میکنی دختر خانم، این نمونه یه خانم خونه داره، داره باقالی پاک میکنه، اصلا باقالی جلو شیختن، بعد با تو اف ام داره گوش میکنه، رپ داره گوش میکنه، بعد نگاه کنید چی کار میکنه با باقالی ها و دقت کنید با شعر این چی کار میکنه. با شعر میخواد، مثلا میگه من اگه میذاشتم تو انقدر گنده میشدی، وقتی میگه گنده دستش میبره بالا، بعد میگه دو دل، دو دل یعنی شک داره دیگه، دست میذاره رو دلش، یعنی فعلا از دل اینو میفهمه اما گندگی رو میفهمه. اینجوری نگاه کن، میدونی تو رو ساختم واسه اضافه کاری، آخه دست خودت که نیست، یک کباب نمیشدی، خدایی من نمیخواستم من گنده میشدی، نمیخواستم انقدر گنده میشدی، از از اکم خورده بودم نه این مدلی، چرا دست دست میکنی بری نکنه دو دلی، نکنه دو دلی دلش دارم شده. بعد این باقال از چیلی میکوبه زمین بازش کرد، چرا واسه رفته میکنی استخاره، بعد چند چند کم کردی ازم سو استفاده، پرتش کرد اون طرف. یعنی ببین ما فکر میکنیم بچه مثلا موسیقی، موسیقی چه میفهمه، بذار من تو آشپزخونه سرگرم باشم این کوفت زهره ما رو نگاه، این دقیقا کلمه رو میفهمه، بررسی میکنه، تو مخش میشینه،
و همونا رو اجرا میکنن. دقیقا اینا رو. حالا مثلا یه مثالی من برای شما میزنم، یه کلیپ براتون پخش میکنم، این الان خودش جالب مال یک از خبرگزاری هست. من مدرسه که شاید خیلی ها آرزوی دوباره رفتنش رو کنند. ماه مهر رسید و بچه ها به مدرسه می روند. هر مدرسه ای آنی برای بازگشایی خود دارد. منشی و آهنگ و خواننده چند سالی است که پای ثابت وقت مدرسه ها برای جشن ها و مراسماتشان شده است. اما از این مدرسه رسم جدیدتر را تجربه می کنند. خواندن ترانه های بی بی سی و همخوانی دانش آموزان به جای آهنگ های شبکه یک سیما. مجری بعد یه گروه سرود میخوای آماده بکنی ها، پدرت میاد جلو چشت یه ماه باید با اینا کار کنه. اینجا آوردن یارو ارگو شروع میکنه، آکورد میده اصطلاحا، شروع میکنه آهنگو که تشخیص میدن هیچ، همه با هم یه جور شروع میکنه خوندن، انگار یه ماه تمرین کردن. آره اینا تو خونه تک تک کارشون کردن تمرین کردن. اینجا برای اولین بار اینا میده تمرینو، یهو میریزه بیرون. من با چی کار دارم؟ با دو تا نکته، اشتباه نکنه، یعنی میخوام نمیدید من چه نتیجه میخوام از این بگیرم. یکی هماهنگی اینا به صورت تکی، هماهنگی به صورت تکی. دوش ثبت عجیب موسیقی تو ذهن اینها که چطور تو ذهن اینها ثبت شده. و این نکته دیگه دارم جلوتر. اون به کنایه اعلام می‌کنم که این آهنگ از شبکه یک سیما هست. اینم آدمی حالا مثلا موسیقی بی بی سی رو میذاره، حالا با نگوازی هم در میاد که این شبکه یک نشون داده. من با اینش کار ندارم. یه بعد کودک واسه مدرسه کسی کار کرده دلیل میشه کل مدارس مملکتون باشه، نه. اما یه نتیجه دیگه میخوام بگیرم، چرا همه اینا فوله؟ بس جیغو میبینی؟ شناختن آهنگ رو هنو من نمیدونم چیه، من نمیدونم فهمید آهنگ چیه. شروع کردن زدن خودشون. دلت با من هماهنگه. یکی همه قشنگ دارم میخونم. بچه گوش میکنه، دلت با من هماهنگ. چی؟ دیدیم متن موسیقی رو دقت کن. نگاه تو تو چشم ما میتونه نگاه میکنه. بقیه چی؟ اینجا دیار ما رو به جای باریک داره کشته میشه. بعد ما همینجوری بچه بزرگ میشه به بلوغ زود رس رسیده. بعد نمیتونم پشت تریبون بگم که همین امروز صبح من داشتم اسمس کشجا بود، اما برای این که اثبات کنم یکی از عزیزان بعد از جلسه بیاد، هر کس من اسمس که همین امروز صبح جوابشون دادم، دیشب به من اسمس داد، تو راه داشتم میومدم از تهران جوابش دادم. ببینید با چه معضلی تو خونهشون مواجه شده. نمیشم گفت آقا ستون پنجم تو جلسه هستن مجلد اینا، نمیدونید چه موزنی به مخیلتون نمیدونید. این نتیجه چیه؟ نتیجه بلوغ زودرس. چرا؟ چون اینا رو شنیده، اینا دیده. زمان ما خط خلاف های مدرسه یه فیلم ویدئویی بود احمد، مثلا تو شکمش میذاشتن خمم نمیشدن، مثل پنگوان را میرفتن مدن جلو. آره میگرفتنشون رو اخراج و باباش بدن. الان این چیه مثل فلش احمد. 50 تا از اون فیلم ها توش چیه؟ جا میگه. ما یه نرم افزار گوشیم سایت هم، نرم افزاری که شما با این طرحی که روی گوشی وارد میشید، مثلا طرحی زیر گوشی اونه که حالا از تاوده پترین استفاده کردن، در واقع از این طرح استفاده کردن، خوب دقت کنیم. ما اومدیم نرم افزار نمیشیم، دو تا طرح داریم گوشی، یکی برای پدر و مادر، یکی برای چی؟ برای بچه. رایگان هم هست، خودم پول خرجش هم ساختیم.
اون نگاه همون یه نگاه تربیتی رایگان گذاشیم تو اینترنت، تو سایتمون، سایت تو اینترنت بزنید مساف با ساخت تو گوگل نمیشه سایتمون گذاشیم برای تو بازارم هست این اپلیکیشن میتونی تهیه کنی که مثلا میتونی ساعت بدیم بچه یک ساعت از گوشی استفاده کنه بعد یک ساعت میندازش بیرون و با اون تر دیگه نمیتونی تو 24 ساعت آینده بره. یعنی میتونی برای چیکار بکنیم زمان، حالا داریم اینو گسترشش میدیم، حالا امکانات جدیدتر تو آپدیت های بعدیش بیاد. چون من میبینم چه اتفاق افتاده بابا، الان شما بچه داره سرچ میکنه تو اینترنت، بچه رو میذاری داره مثلا براش علاقه دارم، خب اینه بزرگترین سگ دنیا چه شکلی، کوچکترین سگ دنیا مثلا سوال براش چه سگ داره، همسایشون سگ داره، تو کارتون دیده یه چیزی میخواد مثلا این بزرگترین سگ دنیا چقدیه. ها پیش برای من آدم بزرگسال پیش اومده این سوال ببینم مثلا کوچکترین سگ دنیا چیلی بی مندم، یه دونه سگی بود توی شیشه انداخته بودن، یه مگس انداخته بودن کنارش، سگ دنبال مگس میکرد با این تغییرات ژنتیکی و این کارهای بلا سر این میگفتش نمیدونم 3 ماه بیشتر زنده نیست سگ، کلا عمرش 3 ماه بعد میمیره. بعد برام گذاشت، بعد گوگل هم دیدید که مثلا ظاهرا جنسیت گوگل خانومه، یعنی چی میشه نرم افزار؟ آره دیدی تا میخوای بنویسی سری یه سری آفر داره گوگل اینجوری پیشنهاد میده، من از اونجا فهمیدم جنسیتش خانومه. بعد خدمتتون عرض بکنم که تا میسری به آ رو همینجوری میاره، اونایی که میشناسه تا میسه بزرگترین چه کلماتی میاد، این بچه دوباره بزرگترین سگ دنیاست، یهوی مواجه میشه چه کلمات کنجکاو یعنی چی، میره تو این سایت بعد چی میشه؟ فاجعه. من فاجعه آقا فیلترینگ اصلا تو مملکت ما مزهه که بچه میبینی این اکثر رو میبینی بعد میبینیم تو به توش بعد میزنه دانلود فیلتر شکن یا شیلتر فکن، آره میزنه بعد 2 مگابایت دانلود میکنه به توش، یعنی مسخره کرده بودین چه فیلتر کرده. تو چین شما سیستم فیلترینگش اینه که اصلا تو سرچ نمیاد از اول، رفته با گوگل صحبت کرده تو شما حق نداری، من نگران جامعه خودم هستم بر مبنای تفکرات شینتویستی و بودیستی و حالا هر دینی دارم، خطرناکی برای این بچه. بابا فیلم هالیوودی داره پخش میکنه بوق میذاره براش، میگه این بچه نبینه اینو، پدر مادر و بچه اینو نبینه، آمریکاست. بعد این فیلمه رایگان تو اینترنت، یه عده اصلا فی سبیل الله برای من و شما فیلم های هالیوودی میزنن و از اون فی سبیل الله تر زیر نویس فارسی شو یه پیپر میخوای بری ترجمه کنی بابا تو در میارن، دیدی چقدر پول میگیرن یه پیپر بود. یه کلیپ برای دانشگاه میخوای ببینی چی گفتین تو یوتیوب رفتی کش بری تحقیق ببینی بابا چی داره میگه، داری تحقیق میکنی سر در نمیاری، لیسنینگت مشکل داری، اون لهجهش مثلا هندی مندی یه چیزی متوجه نمیشی، میبری برای ترجمه کنیم دقیقه ای ازت پول میگیره، میگه این شد انقدر دقیقه انقدر رد کن بیدو داشت. بعد یه ده اصلا دیدی فی سبیل الله کل فیلم رو برای منش زیر نویس میکنن رایگان، دانلود زیر نویس فیلم فلان میزنه، آخرش هم ترجمه از محمد و کیوان، این محمد و کیوان چی هم اینا انقدر ما رو دوست دارن، اون میدونه چی کار داره میکنه. در کشور فرانسه وزارت فرهنگشون ایراد گرفته و یک حدودی رو مشخص کرده، از اینقدر ساعت در سال بیشتر فیلم آمریکایی نمایش داشت، برای فرهنگ مردم فرانسه خطرناک. بعد اینجا فیلم رو پرده آمریکا سر چهارراهی ما، کجای کار من و شما؟ بعد این بچه داره میبینه این اصلا سلیقه، بابا اون آقا و خانومی که یه سری فیلم ها رو میشینن نگاه میکنن ذهنشو میرزه به هم، فهم میکنه شریک جنسیش باید این توانایی ها رو داشته، واقعیت نداره، دروغه، خود اون بابا هم اونجوری نیست، اما این میشه خواست. بچه رو داره ما این تفکرات بار میاری، بابا سایت زدن در مورد روابط محارم با هم به زبون فارسی، این داره سرچ میکنه یهوی داستانش میاد میخونه، زمان که دادم تو داستان میخونه چی رو تخیل میکنه، نمیدونم به این جور موارد در من درگیرم. یعنی چی درگیرم؟ آدما دارن بهم میگن من تو کره مریخ زندگی نمیکنم، قاطی مردم دارم زندگی میکنم، شهری هم تو این مملکت نموندم از سخنی نرفتم،
بعد از شهر رو 4-5 بهم میگفتن چرا اینقدر میری؟ من فرصت سرخاروندن ندارم، جمعه بوده. ببینید بازم برنامه همین تهران من فقط بخوام فقط به اداره ها برنامه بدم کل سالم پره، فقط به اداره ها، یعنی اصلا که کم در واقع سختیش خیلی کمتره دیگه. میگم دانشگاه میرم شهر، میگم میخوام مردمم رو بشناسم، مردم کشورم رو بشناسم، میگم چجوری اینا فکر میکنن. ببینم آقا تو آذربایجان ما مشکلات چیه، خوزستانمون چیه، چجوریه. برای همینم الحمدلله همه جای کشور ارتباط گرفتم، چون فهمیدم من یه گلستونی ایران که هر جاش یه گلیه یه بوی قشنگی داره، اینجوری بتون یه نژادی دینی یه چیز. خیلی خوبه، آدم باید خیلی بد سلیقه باشه از این زیبایی بدی بیرون بکشه. انقدر قشنگ گلای مختلفو کنار هم میشن دست گل به تبیین لذت میبره نگاه میکنی، هر گل زیبایی خودش داره، وقتی کنار هم قرار میگیرن باز دو چندان و ده چندان و صد چندانش. ما چیکار داریم میکنیم بابا؟ خود خارجه فیلتر بازی بود به اسم منهانت. این بازی زیر نمیدونم 23 سال نمیدونم چی نباید بازی میکردیم. در انگلستان یه بچه زده بود یکی کشته بود به خاطر این بازی. اسم بازی رو هم گفتم، قدیمی بود 10 سال پیش 8 سال پیش، منهانت. در ایران بچه 12 ساله میرفت و کلوب اینو میگرفت میاد بازی میکرد. بابا این باعث خشونت شده که این بچه رفته بالا میگه چرا پرخاش کردی؟ بچه 4 ساله خودکشی کرده، میفهمید یعنی چی؟ من با مادرش صحبت کردم، من با خالش صحبت کردم، اول باورم نشه، گفتم اینا شاید شایعات، مثلا بچه 14 سالش بوده، به مرور زمان یکیشو انداختن مردم ایران. برام اینم کیو 14 سالش هم فاجعه است، 94 سالش هم فاجعه است خودکشی. 4 ساله بعد رفتم نخیرش 3 سال و 9 ماه شد. این چی میفهمه در خودکشی؟ مادرش میگه من نمیفهمم، وقتی این بچه میرم رو مبلا میپرید پایین، میگفت من اسپایدرمنم، مرد عنکبوت. میگه چی؟ کارتون سی دی میریختیم نه ولی میگه میرفتم جای کف فروشی رد میشه تو 500 جفت کفش، میگه مامان بنتن چی دیدی تو اون لاما، چه جوری دیدی، شرطی شده، سوپرمن شده این، قهرمانش شده این. بعد یک روز مادر بعد از زوری زوری این بچه می تو بالکن یا تو حیات یه پاشه میزن روی چهار پایه، بند شلوارشو در میاره تو کارتون قشنگ بهش آموزش داده، به انتنی که دشمنش اینجا نابود کردن یاد گرفت، میبنده دور گردنش، میبنده به بند لباس، یه پاشه میزه رو دوچرخش، دوچرخه رو بول میده. مادرش میگفت ما این بچه رو وقتی رسوندیم بیمارستان هنو قلب داشت میزدن، اما داشتن مرگ مغزش، خون به مغزش نرسید، داشتن مرگ مغزش. اعضای بدن بچه 4 ساله رو هدیه کرده بود، خانواده شریفی هم داشت. دکتر بهش گفته بود که خونه تو عوض کن، سریعتر بچه دار بشید و اینا. هیچ عکسی از اون بچه هم تو خونه گفته بود نگه نبینید، فقط این عکس سنگ قبر بچه‌ش رو توی گوشیش می‌دید. پسر بچه 5 ساله رفته روی اوپن، خواهرش کنار اوپن اون طرف دراز کشیده بوده، خواب بوده، چطور بوده از اون بالا پریده با آرنج زده تو قفسه سینه‌اش، دنده شکسته، دردم جان داده اونجا، بچه رفته تو قلب همونجا کشته شده. برو بچه 5 ساله تو بنداز زندان، برو شکایت کن دیگه، بگو دخترم رو کشت. میتونی تا آخر عمرشون بچه چه حسی داره دیگه؟ چی این کارو کرده؟ وقتی تو گذاشتی کشتی کرد نگاه کردی؟ یه فیلم سالم شما دیدید الان؟ یا تخیل و توهمه، یا سکسه، یا خشونت. فیلم دیدی بدون صدا شلیک گلوله؟ فیلم دیدی بدون زد و خورد؟ بعد اینو حس غضب و تو ماها برده بالا. بچه باید چیکار کنه پس؟ باید با واقعیت ها. قدیما بازی ها و ورزش ها بازتابی از زندگی خود ما بود. ببین طرف توی مثلا میدون جنگ باید کمان میکشید، بعد تو این کار قوی میشد دستاش. ورزشش چی بود؟ کباده زدن. باید سپر دستش میگرفت، ورزشش چی بود؟ در. ورزش باستانیمون دیگه. چقدر معقول بوده. اونجا گرز تو جنگ، اینجا میل. شمشیر اینجا میل. بازو باید قوی بشه، تو لازم داری. بازیه بچه ها چی بود؟ بازیه که توی جامعه دامداری شکل میگیره، باید با چوب بتونی خود دفاع کنی.
پای طرفو بزنی وقتی گرگ حمله میکنه به گله. درست شد؟ ورزش امروزیشو بگم با توجه به زندگی امروز به وجود اومد، پارکور. میتونه در دیوار میرم بالا که تو زندگی شهری موانع زیاد شده، تو راحت در. بعد من نمیدونم این بچه‌ای که نشسته پای بازی کامپیوتری فقط خوشونت داره میبینه، این هورمون ها داره ترشح میکنه، کجا داره خالی میشه؟ من بهت بگم، یه دیدی داد میزنه از این ور خونه میدوه میره اون ور، چه دیوانه شدی؟ ندو مردم بشین، مردم کجا خوشو تخلیه کنه؟ بازی واقعی اینجا توی بازی کامپیوتری ذهنن شاید چون میگه روشت میکنه از این جوب میتونه بپره، یاد میگیره این دکمه آو با بیو این تو تون تون بگیره اینجا میتونه بپره، اما تو واقعیت این عضلات روشت کرده میتونه بپره؟ چابوکی یعنی چی؟ یعنی هماهنگی اعصاب و عضلات. یادم چابوکیه ولو 100 کیلو باشه ها، چابوکی رو نوک پنجهش یه جوری راه میره، اصلا شما آدم هست با 60 کیلو یه جوری لخلخ میکنه راه میره، چابوک نیست. این چابوکی چجوری وجودمه؟ این بچه‌ها داره چمن ودوه، این بچه‌ها با گل بازی کنه بعد لمس بکنه. ما بابا منطقه بود بچه بودیم، ابزارالات کلا نداشتیم چون لزومش احساس نمیشه. تو خونه سازمانی بود، پست مهندسی بود، زنگ زدی هر چی خراب شد برات چیکار میگه؟ درست بود. من اینجا نگاه کنم مثالی از خودم میزنم، باباهامون تو جنگن عاشق چیم ما؟ تفنگ. حالا تفنگ رو به درست بود. یه جعبه رو برمی‌داشتیم، یه تختشو در می‌آوردیم، جعبه میوه که دم دست بود، الان جعبه پلاستیکی اومده اون دیگه رده خارج شده، اینو برمی‌داشتیم، همش تقصیر شما پلاستیک سازاست. خب این جعبه رو برمی‌داشتیم با وسیله می‌خواد چجوری ببریمش، میشوندونه. بعد خلاقیت این کجا وجود میاد؟ می‌کشیم بغل جعبه، جعبه رو می‌کشیم خورده می‌شد، این می‌شکست. بعد وسیله می‌خوره کجا؟ نه تو خود جعبه، جعبه می‌کشیم بیرون، لب جدول می‌زدیم تخ 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 صافش می‌کرد، دو تا می‌خورد دو دستمون خوبه. می‌فهمیدم یه وزنه رو چجوری باید تو دستم بگیرم. بعد اینو دو تا پایه اینجوری یه دونه اینجوری وصلش می‌کردیم، دو تا میخم می‌زدیم بهش، میخ می‌زدیم جعبه می‌شکست. ای بابا یه روز جعبه‌مون میمون توی بارون، مامان نمی‌ذاش بره تو خونه که کجا بود. بعد می‌دیدیم نرم شده، کله کار میفته، این آب بخوره مشکل محله دیگه، فردا تختای جعبه تو لگن همون دعوا، مامانه دنباله این و در رو. بعد چی میشد؟ میمدیم نمیزن تفنگش. بعد حالا گوش، از صدای تپانچه مسلسل یوزی تا موشک کروز رو تو همین در رو تتتتت بوم بوم خون پاره فلان. ببین یعنی چی؟ یعنی اینجا دیگه میشه تخیل کردن، اما فعلا همین. الان به من بگید تخیل این خلاقیت این بچه کجاست وقتی این تفنگ آماده رو برسه که کل خلاقیت بچه ایه؟ نمیری یه وقت با این خیال آسیب میترسم ببینی با این همین انگشت رو فشار میده همه جو صدا رو خود این تفنگ رو در میاره. کجا این یاد گرفت؟ باید با ابزار یاد بگیره کار بکنه، اصلا باید بچه بذاری. این باعث شد بنده خیلی فنی بشم، چون ابزار نبود پیشگوشتی چجوری درست میکردم؟ بچه بودم و میخو بر میداشتم توی لوله خودکار آب میکردم، پیشگوشتی ریز درست میکردم، یه رادیو عربا کنم این توش چیه، شاید صد بار بیشتر منو برگرفته باشم. بعد چه پدرم که برگشت فهمید نه این داری آسیب میشه، این خطرناک شده. تابستون رو میبرد کجا؟ مکانیکی جایی فلان چیزا میذاشت اونجا، نهار همه میرفتم من نمیمادم که این اوستاه بره من بمونم و ابزار سنم خلاقیت های خودم اونجا نشون بدم. خب من که بار میدم. بعد میدونید چی رو در آدم تقویت میکنیم؟ حل مسئله رو. خوب دقت کنید، وقتی شما ذهن مهندسی و فنی داری یعنی یاد میگیری یه خرابی رو چیکار کنی؟ درست کنی. این ذهن عموم ایرانی ها دارن خوشبختانه هم متاسفانه پرورش پیدا نمیکنه. فقط شما از یه ایرانی میشنوید که نقص فنی رو ایرانی‌ها کلاً قبول ندارن، اسمشو میذارن قلق. میگه قلق داره، قلقش هم دست کیه؟ خودمه. یه سری ویژگی‌ها هست، مثلا بچه این تربیت ایرانی فرهنگ اینو ژن ایرانی داره، چون بچه خارجی هم مثلا تمیز کنه برو تو اتاق دیگه در نیار کشتش بچه رو. اونجا میگیره بچه چک و لغتی میکرد تو زیرزمین سه روز نگرش میداشت،
بعد میمد بیرون گفت دردم نیومد، دردم نیومد، کوری هم برات میخوره. از یه آره یه چموشه، نمیتونی به این سادگی اینو مونده. اینو باید چیکار کرد؟ فنه رو نگاه کن، فنه رو هر چی فشارش بدی چی میشه؟ انرژی بیشتر در خودش ذخیره میکنه. ول کن میتونه. اینا باید جهت داد. کاری که پدر ما کرد. ما رو برد گذاشت توی تابستون مکانیکی، تلویزیون سازی خوبم انتخاب کرد. تلویزیون سازی بهش مسائل برقی الکترونیکی رو یاد بگیرم، مکانیکی چه فنی رو یاد بگیرم. شب که میومدم جنازه بودم. اونجا تخلیه میشدم. اینجا ند و فلان. این پرخاشگر میشه بعدم برمیاد تو روی تو وایسه. با برادرش بعد برخورد می‌کنه با خواهر. کجا گذاشتی بعد بچه‌ها چه چیزام یاد بگیرن؟ حل مسئله رو وقتی ذهن مهندسی یاد گرفت، یعنی این الان خرابه. گوش کنید چقدر جالبه. این خرابه. من باید اول خرابی رو بفهمم چیه. دو، این مشکل اینو به چه سمتی میخوام اصلاح کنم. یعنی درست باید چی بشه که درست بشه. سه، با چی ابزار دارم یا ندارم. اولین کاری که میکنی میگردی دور و برت. میخوای یه پیچ باز کنی، لبه چاقو، این بدن، این پایین، اینجا انگشتر. و گیر کردم اتفاق افتاد. یه جا رفتم سخنرانی، من رسون گفت استاد من برم سالن رو آماده کنم توی اون سویتی که آماده کنم. گفت اینجا سرویس بهداشتی. من نیم ساعت دیگه میام. ما رفتیم یه جای راه رو مانندی بود اونجا، مهندس خاصی داشت، یعنی یه در وارد میشد، وارد بخش حمام و دستشویی میشد. این لامصب درو بست رو ما. بعد ما از سرویسش برگشتیم، ای این دره اصلا این وقت دستگیره نداره، درم رو ما بسته و ای ما چی کار کنیم؟ ما هی این وقت نگاه کردیم، اون وقت نگاه کردیم، لوله ها رو نگاه کردیم، اینجا دور بر چی و من اونجا اومدم بیرون. اومدم بیرون من سلام آمادید گفتم. آره گفتم ماشین اومده راننده رو گفت. گفتم بلده کجا باید بره؟ گفت آره آنها خودم هستم. گفتم این سرویس اینجا مشکلی پیدا کرده، دقیقا بیا نگاه کن. رفت و در روش بستم، گفتم تام بیا بیرون، فلان فلان شده تو من دیگه اینجا نذار. اومدم سوار شدم اومدم که نتونسته بود بیاد. یک ساعت زنگ زده بود اینو اونو که بیان پیداش کنن جای درش کردن. خب این حالا من که قانون حل مسئله رو یاد گرفتم، قانون حل مسئله رو یاد گرفتم، اون موقع میدونی چی به دردم میخوره؟ هر مسئله رو دیگه تو میتونی حل کنی. یه موقعی مسئله مشکل زناشوییته، یه موقعی مسئله معضل اجتماعی، چون خرابیه دیگه. میگه با داشته هایی که دارم میخوام این خرابی رو اصلاح کنم، به سمت این درود ببرم. چقدر بچه‌مون رو با حل مسئله یاد بزرگشون. این روش تربیتی مهمه. بچه مسئله عقلانی میگه من یه کاری بودم توی این مملکت، از اول ابتدایی فلسفه رو میذاشتم توی کتابای بچه‌ها. فلسفه‌ای که میگه فلسفه تو ما میگیم فکر کنم چه خبره؟ نه. مسئله عقلانی رو بهش آموزش بدید. اینا خلأش توی چیز وجود داره. این اسباب بازی که برای بچه میگیری چقدر رو با حل مسئله با فکر کردن بار میاره. بذار یاد بگیره. بعدها تو خودت راحتی. حالا نکته جالبش میگه چیه؟ بنده فنی شدم، برادر کوچکترم نشد. چرا؟ چون هر چی خراب میشد دیگه من اجازه نمیدادم اون دخالت رو. یعنی من فرصت ها رو از او چیکار میکردم؟ میگرفتم. این خطره. دست نزن تو. چقدر شنیدی؟ نه کنترل شده بیا دست بزن. ما یه جا رفتیم مهمانی، بعد این بچه کوچیکشون کلا میخو میکرد توی این سوراخ‌های برق، اینا نگران شده بودن. بعد بهش گفتم که بیا اینجا تو بگم. شما اگه هر کدوم از این سوراخ‌های برق رو بدون اتصال به جایی بدون زمین دستتون رو بکنید با میخ، برق نمیگیرتون. چیزی که تو فرش باشه نمیگیرتون. بالاخره با فازونول به هم وصل بشه. مسئله جریان میشه. گفتم بیا اینجا، گفتم اینجا. گذاشتم شو فرش، گفتم میخو بکن تو. کردم تو. گفتم ببین هیچ چیزی الکی بهت میگن، هیچ چیزی نداره. باباش داشت تیکه پاره میشد بنده خدا. یه چیکار داری میکنی؟ بعد این دستشو گرفتم وقتی تو اون فاز کرده بود. اینجوری با پشت دست آروم زدم به دیوار. زنمو کشیدم. این همین تماس برقرار شد با پشت دستم به سیم بعد بزنی که بر نگرده دیگه سیمو جمع کنم. به دیوارم من زدم. اینی که زدم این یه برق گرفت، رفت دو دقیقه گوشه نشست گریه کرد. بعدش باباش زنگ زد خدا پدر تو بیامرزه. اصلا کلن ریشه ای حل شد. اصلا کنترل شده. آقا میسوزی میسوزی. یه باید دست شده آروم ها. نه که باید بچه جز ها با ماده سوختگی و اینا. نه. آروم چه دست بزن به سماور آقا. خودم کنترل شده بزن بردار. ببینه آقا این داغه. بگه میمید بلا سرت بیاد چی بشه به کل بدنت این بریزه. دیگه نمیره. بابا حیوان از آتیش رو میشناسه.
گرگ یه جمعه میگه آتیش روشن کن، میگه این داغ این درده بچه نمیفهمه که بچه انسان عقل و شعور داره. پس عزیزان روی تربیت اینها فکر بکنید، یه سری چیزا زیستی است، یه سری چیزا چیه اخلاقی و فرهنگی آموزش. کنترل کنید بچه‌تون، نگید من یه خانواده رفتم خیلی جالب بود برای من، کامپیوترشون دو تا ورودی داشت، دو تا یوزر داشت. بعد بهش گفتم، گفتم این چیه؟ گفتش که این پسورد بچه. گفتم داری؟ گفتم اگه این ادمنستراتور باشه اون که لیمیتد باشه بعد بتونه بره اون تو. دیدم نه، دو تا یوزر ادمینن. خیلی جالبه. بچه چیه؟ راهنمایی بود. گفتم من گفتم پسوردشو داری؟ گفت نه. گفتم بچه راهنمایی تو چی داره که تو نباید کنترل کنی؟ نه بسار حریمش. گفتم تو چرت و پرت داری میگی؟ حریم چی؟ این دقیقاً تو سن کنترل شدنه. خطرناک این وسایلی که داری تو میگی. بعد بچه اومد داشت من نشون داد. بعد گفتم که شما یه یوزر دیگه. گفت آره اینجا یه چیزی داره مای ریسنت داکیومنت، بابام هر چی میره نگاه میکنه من اینجا میفهمم. این داشون رو کنترل میکرد. خیلی جالب. اینا ماجرا عکس بود. میدونست این مای ریسنت داکیومنت اینجا بابای میره چیا نگاه میکنه من خبر دارم. علمتون رو به روز بکنید وگرنه پا به پای اینا نمیتونید بیاد. باید شما بلد بشید. یه سری نرم افزارو باید داشته باشید بتونید چکش کنید. او بدون اینکه متوجه بشه. بدونی کجاست چرا آسیبو زودتر بگیری. چند روز پیش یکی از استانا اسم نبرم سخنرانی داشتم، یه جوانی اومد پیشم 21 ساله شد. سیبیلای قیتونی باحالی هم داشت. من کشید کنار گفت داخل پاکت میاد. گفت من اعتیاد به یک گناه جنسی دارم. روزی 5 مرتبه باید این کار انجام بدم. 5 مرتبه. و دوچار آرزوهای جدی بیماری هایی شدم. اعتیاد به پدر مادرش خبر دارم؟ نه. الان بچه یه چیز دیگه براتون بگم. یکی از دوستان ما تو نمایشگاه قرآن مشاوره میداد. نمایشگاه قرآن که تو مصلی انجام میشه. شوهرش دکترا داره. توی صدا و سیما یه مشغول منو دعوت کرده بودن برای گفتگو اونجا. برای بعد جلسه بود یا قبلش با هم صحبت کردیم. میگم من که اونجا مشاور بودم، میزه مشاور رایگان بود، مشاور خانواده. میگم دختر خانومی با پدر مادر همین 3 نفری اومدن، خانواده مذهبی هم بودن، مادر چادری بود. اومدن و پیش منو دختری گفت من مشاور بودم. گفتم بفرمایید دخترم بشین. یه برگشت گفتش که نه پدر مادرم نباشه. بعد میگفت اونا هم خیلی محترمانه گفتن که باش ما میریم دور میزنیم، منتها گوشی مامانتو بگی دستت باشه که ما بتونیم پیدات کنیم. میگفت من خجالت میکشم به شما میگم کل خوش این ور مگه. من گفتم تو تو خیابون داشته میرفتی پسری اومد بهش گفته پخی این الان مثلا خود اونو من. چند سالش بود تشکیک از من حضور ذهنم، یا گفت 11 یا 13 اینجوری. میگفت یه پسری اومده مدرسه اومدم بیرون با من دوست شده، خب منو برده خونه شون. بعد اونجا دوستاشم اونجا بوده. این بچه مورد تجاوز جنسی توسط 4 نفر قرار گرفته بوده. بعد میگفت الان منو میترسونن. بعد خودمم به این کار اعتیاد پیدا کردم. بچه 11 یا 13 ساله داره حرف میزنه. ببخشید میگم دارم پول تو جیبیامو جمع میکنم که بتونم یه کاری بکنم. میگه من خوشگم زد، چی فکر میکردم چی شد. یادم افتاد این پدر و مادر چقدر محترم. گفتم پدر و مادر، گفت دائم تو اتاقم هم فقط دارم فکر میکنم بابام هم فکر میکنه دارم درس میکنم. بابام یه نور پاک شما الان باشیم تو اتاق درس میکنم. درسش که حواسش چیه. میگفتم دیگه بهشون توجه نکن، دیگه سمتشون نکن. گفت هی میخوام این کارو کنم اما دوباره وسوسه میشم. یعنی اعتیاد جنسی پیدا کرده بچه 13 ساله تهش. میگه من مونده بودم چجوری پدر مادر یه جور باید پیدا کنم بهشون بگم. گم و گور شدم، میخواستم بچه دستم در نره، احساس وظیفه میکردم. من مونده بودم، من که دکترای این علمو داشتم توش مونده بودم، من باید چی کار بکنم. طرف اصلا خبر نداره. بابا جوونا میان پیش ما، من بهم اسمس میدن، بهم زنگ میزنن، تو وبلاگ و سایتمون نظر میذارن، تلفن گویا داریم زنگ میزنن اگه بخوان انتقاد بکنن از من، یه
داخلی رو میگیرن نکته رو بهم بگن، یه داخلی رو میگن بخوان سوال بپرسن، یه داخلی رو میگن یا نکاتی رو مردم حضوری منو میبینن تو خیابون، یه منو میبینن، یعنی از یه مسیر 10 تا طریق من مطلب میگیرم. چیزایی الان دارم میشنم که متاسفانه مصداقهای کم نیست که بگیم مثلا این کمه دیگه، حالا یه مورد جا پیدا شده تو تعمیمش نده، نگو همه جا هست، نه خیر، بعضیش واقعا من میبینم داره شایع پیدا میکنه. بس خود ارزه بینه نوجوان ها و مجردین بس شایعی داره تبدیل میشه همه جا. بیشترین سوالی که از مؤسسه ما شده بود این بوده، میدونست همین بود، کجا داره میریم ما؟ و این بعد درست بابه. اما اگر همین بچه رو باش صحبت کردی، آقا مسائل مربوط به بلوغش و بچه به جون که پدر مادرش یاد بگیره از همکلاسیش یاد میگیره، اونم یک کج و کله مثل خودش، اولین چیزا هم که بهش یاد میده انحرافاته، یه بار این کار کن اون کار کن اینجوری، چه فاجعه است، خطرناکه. اینا نشستیم متوجه نیستیم. زمانی که ما نوجوان اینا بودیم یه سریال نشون میداد ارتش سری، اینم یادشونه بزرگتره جلسه، بعد اینا میان سر مدرسه بچه‌ها که گفتم پاهای زنه رو دیدی؟ مثلا یه وجب از پاش دیده میشد، پاهای زنه رو دیدی؟ یعنی اون بابای چون دیگه اون احساس نیاز رو نمی‌کنه، حالیش نیست این بچه دقیقاً داره با اون یه وجب پای زنه چیه تحریک میشه. الان دقیقاً شبکه‌ها دارن همین کارو، بچه مجرد و گذاشتی داره نگاه میکنه، داره سریال تو نگاه میکنه، تو متوجه نمیشون کاره. اولا که یه چیز بر بزرگتره بگیم، بچه هیچ ربطی نداره، اون آقایی که به سریال حریم سلطان میگه خرم سلطان شبیه همون آقاییه که به سریال امام علی میگفت امشب چی داره؟ قطان داره. اون همه کاراکتر تو اون سریال گیر داده بود به کی؟ به قطان. اونم که میگه امشب خرم سلطان رو داره، یعنی مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، تو بقیه چیزا چی هم بهانه. بعد اونی هم که سلیقش به خرم سلطان بسته شد یه حالش از توی خانم به هم میخوام، حالش از تو به هم میخوام. اسلام به ما گفت تو چه شده بپوشون که هر چیز رو ببینی اون وقت دلت میخواد، تو یاد بگی برای ببین بهش رو جهنم میدارم بزنیم کنم برای که راحت زندگی کنی، برای ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بینه این میبینه میخواد. رفتم یکی از این استانا سخنرانی خیلی جالبه، بعد میگه استاد بیا با عموی من صحبت کن، 40 سالش ازدواج نکرده. گفتم مشکلی چیزی داستانی داره؟ اون نه، پول، خونه، ماشین، کارمند بوده، خونه با بزرگم خورده خوابیده، پولاش هم جمع کرده. گفتم چه معنیش؟ گفت بالای 100 تا نه 200 تا چقدر خواستگاری رفته. اینه که زیاد خواستگاری میرن سخت سلیقه میشه، دقیقا همون تنوعات چشمه میبینه میخواد. بعد گفتم حالا چشه برای تو؟ میگفت بابا به عمم و مادر بزرگم میگه من یکی رو میخوام شبیه اون زنه که رو صابون لوکسه از اونا میخوام، دیده اونا میخوام. گفتم برو به عمو بگو گیر نمیاد، خود اون زنه اون شکلی نیم و فوتوشاپ اون شکلیش کردن. بزنید این اسم هنرپیشا، بزنید before makeup after makeup، تو یه ایمیج بزنید ببینید هنرپیشا قبل و بعد از آرایش می اصلا تعجب میکنیم اینا واقعا لولو رو به تبدیل کردن. بعد دیگه اونا میخوام. خب همین بچه ببین یه جا عراش تو خنیش بچه کوچیکی اومد چهارم پنجم تو دیگه، گفت من این سوالات از شما دارم، قبل داشتم قرآن میخوندن من برم بالا، گرفتم و با لبخند گفتم باز کردم سوالا رو دیدم من فیوزان پرید، چقدر فنی این سوالات. بعد گفتم صدا شدم بیا اینجا، گفتم با کی اومدی تو؟ با مامانم. گفتم من میخوام صحبت کنم باش، بیا بیا اینجا ببینم. بعد گفتم این سوالات نه که سوالات بدی پرسیده باشه، سوالایی که یه حداقل دبیرستانی باید بپرسه. آقا چرا فلان فرقه اینجوریه؟ چرا؟ گفتم چرا اینجوریه؟ گفت ای بابا این داداشش دانشجوه، سی دی های شما رو میاره تو خونه پخش میکنه، اینم از با ماشینش بازی میکرد، اینا رو شنیده، این الان داداشش پای پیگیرتره. خیلی فنی بود سوالات. من برگشتو گرفتم تو دو سه تا سخنی بعدیم تو عراق خوندم از رو، من ببین چی فرست. میگفت تو مدرسه رفیقاشو برمیگرده به رفیقاش میگه ای داده بیداد
چه حالیت نمیشه این کیفی که تو خریدی عکس مثلا بتمن روشه، این بتمن آدم خوبی نیست، تو الگوی تو بتمن نباید باشی، که این وجود نداره، باید یه آدم واقعی باشی که به درد زندگیت بخوره. اینقدر این گیر داده بود به همکلاسیاشو، به معلمشون میخواستن مدرسه بنزنش بیرون، یعنی این هم معلمه بیشتر میفهمیده. یه دقیقا نکاتی که معلمه میگفته این داشته به همکلاسیشون. چرا اینجوری شده؟ برای اینکه به این بچه هویت داده شده، گفتن تو از اونا بیشتر میفهمی. من خیلی رو تربیت یهودی ها فکر کردم چه جور میشه. اینا میگن بچه را از 3 سالگی میبرن کنست، میبرن توی کنیسا، اونجا آموزش از 3 سالگی شروع میکنن. ما بچه 6 سالش میشه مثلا، بعد دوم راهنمایی تازه A B C D زبان تا هم 4-5 سالگی شکل میگیره، بعد یاد بگیره. حالا بمان میبرن اونجا، اولین چیزی که بهش یاد میدن هویت بهش میدن. ما یهودی ها قوم برگزیده، ما فرزندان ابراهیم، دنیا مال ماست. و اون صهیونیستاشون حرفای بدتر هم میزنن. اینایی که میبینی شکل من و شما نما یهودی نیستن، اینا جنتیلن. جنتیل یعنی حیوان دو پای شبیه انسان. اینا دو دستن، یا برای من و شما بار میبرن یا باید بمیرن. حیوانات دو دستن، یا یه گرگ درندن میکشیمش، یک حیوانی که برای ما کارامون انجام میزنه، شخ میزنه، سواری میده. اینا دو دستن، استثناءن شبیه ما. این همون بحثی که اینا صهیونیستا دارن به عنوان چوزن پیپل، قوم برگزیده، خودشون توهم اینو دارن که برگزیدن. ببین چه جنایتایی میکنن در دنیا. و تو دنیا شما دیدید، شما تو خدا پیغمبر همه چیز زیر سوال ببری، حق دست دادن به اسرائیل اصلا نداری، ولو رئیس جمهور آمریکا باش. اون خط قرمزه. بعد این بچه با هم هویتی که بهش داده شده بزرگ میشه. به ندرت پیش میاد یک یهودی دینش رو عوض کنه، چون با همین فرهنگ بزرگ میشه. بعد این بچه خاک تو سر پسر خالت من چه جوری احمق میشه، دختر خالت تو چیکار کرد؟ تو درس خوندنت بیچاره. خیلی از بچه‌ها ترس رتبه کنکور دارن، ترس کنکور. من یه دفعه دادم ببین دانشجو قبول شدی نشدی، میگم اهمیت خیالت راحت، آدم باش، درس بخونی بهتر. الحمدلله ما درسامون رو خوندیم همون تا جایی که موفق میشد که خوب. اما من رفیق داشتم واقعا مخ ریاضی بود، من خودم درسم خیلی خوب بود، اما واقعا ما یه جایی مسئله لاینحل میبوریم پیش این. این روز کنکور سر جلسه حالش بد شد، ریخ به هم. از چی؟ از استرس این که من بالاخره امیر کبیر قبول میشم، شریف قبول میشم، المصنف هم کجا بخواه. بابا بچه پنجم ابتدایی بردی کلاس تست، یعنی دیوانه میشیم باید بدو بازی بکنه. چرا داری تمام دنیاشو تعریف میکنی فقط تو دانش؟ اینم غلطه، مثلا فوبیای درس خوندن داره. اینا کتاب بیزار، کتابو ببین چرا هر بار کتابش دادن اینو بخون، اگه یه وحش هم جا بندازی بدبختی بیچاره ای، 19 میشه 1975، اون موقع شاگرد اوله نیستی بیچاره. بعد اصلا ترس این کتاب همیشه یعنی چی؟ یعنی ترس، استرس، شب امتحان بیدار خوابی بودم. بعد میگه چرا میزان کتابخوانی در کشور ما اینقدر پایین است؟ این کتاب میبینه انگار شمره مثل جوشنو داره میبینه، معلومه میترسه. میدونید علاقه بچه‌ام به کتاب کجا میتونید ببینید؟ بعد جلسه تو بری جلو مدرسه هاشون ببینید با کتاب چقدر مؤدبانه و شریف برخورد میکنن. مثلا میبینید این کتاب، این کتاب قیچی میزنه با کتاب. من دیدم مثلا ردش بردش برو شوت میزنه از شر تو هاش. بعد به کتاب بدبین میشه، فهمیدید؟ بعدش رو بگه کتاب دیگه بده. من آدم میشناسم کتاب میخونه حالت تعب میره، نه تو ماشین تو خونه. شرطی شده منفی. ما بعد بچه رو بارو بردیم بعد تو بزرگ شد، بعد این باز چی میخواد بار بیاری؟ اون هرچی عقده تو بچگی بوده، هرچی کتای خورده میزنه تخت کنده میشه. بچه بزرگره بزنه کوچیکر میزنه، اون کوچیکم هیچ گیر نمیره، رفیقش تو کوچه میزنه. این از اثر چیه؟ مثلا این فورس اومده یه جایی میزنه بیرون، خطرناکه. سرتون رو درد بزن عذرخواهی میکنم، امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه برای شما. و دست خالی در واقع من اینجا ندیم، حق و ناسی از این جهت در گردن ما
من نباشه که وقت شما عزیزان رو ضایع کرده باشم. امیدوارم همتون خوشبخت تندرست باشید و بچه های خوب و سالم تربیت بکنید و به جامعه تحویل بدید و نترسید این کار رو بکنید. فرزند خوب داشتن لذت میاره برای انسان. عصای پیریاتونه اون موقع که دیگه افتخار میخواد بکنید. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه. همتون خدا بزرگ.